با اجازتون خوش آمد میگم به دکتر مرتضی محیط، مهمان این هفته کانون که از سخنرانان همیشگی کانون هستند و برنامه ایشون جزء پرتماشاچی ترین برنامه های کانون هست مطابق اون تعدادی که به یوتیوب رفتن و ایشون احتیاج به معرفی ندارن، همه میشناسن ایشونا و برنامه‌های هفتگی دارن خودشون که در سایت دانشجو تیوی و همچنین سایت تلگرام استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی اونجا آرشیو میشه. من حالا معاذا مختصری از بیوگرافی ایشونو میگم اگر احیانا کسانی نمیشناسن ایشونو. دکتر محیط در 1314 در شوشتر به دنیا میاد. از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در سال 1341 فارغ التحصیل میشن. بعد در آمریکا اینترنشیپشون رو در آسیب شناسی و رزیدنسیشون در دانشگاه کولومبیا در نیویورک در سالهای 1963 تا 1967 در این سالها در ضمن فعال بودن در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و جنبش‌های ضد جنگ. بعد به ایران باز می‌گردن و در اونجا استادیار و دانشیار بودن در رشته آسیب شناسی در دانشگاه جندی شاپور سالهای 1347 تا 1353. بعد توسط ساواک دستگیر میشن فروردین 1353 و در تریبیونال ملیتاری اونجا زندانی بودن. بعد به زندان اهواز منتقل میشن با زندانیان عادی 1353 تا 1354 و در زندانهای قصر و اوین بودن در سالهای 1354 و 1357. در زمان انقلاب آزاد میشن آبان 1357 و در انقلاب شرکت میکنن. فعالیت سیاسی با کارگران نفت آبادان داشتن و همچنین کارگران آبادان و بعد مخفی و تبعید میشن توسط کوها به ترکیه و اتریش میرن 1982 تا 1983. بعد به آمریکا باز میگردن 1983 و تخصصی آسیب شناسی رو در هاروارد دانشکده پزشکی هاروارد 1984 تا 1987 به صورت میگذرونن. کارهای تحقیقاتی و نویسندگی در 1988 تا 2005، برنامه‌های تلویزیونی از سال 2004 تا به حال و ایشون دارای 9 جلد کتاب هستند، 120 مقاله و سخنرانی‌های متعدد. دکتر محیط خواهش می‌کنم شروع کنید، بفرمایید. با سلام به عزیزان. من قبلش پرسیدم که موضوع صحبت هر شود که یه چیز بسیار گسترده است، جهان و ایران به کدام سو می رود که هر کدوم از اینا خودش احتیاج به چند ساعت صحبت داره، ولی اینطور که معلومه عزیزان بیشتر نظرشون اینه که ایران به کدام سو می رود که البته من مجبورم خیلی مختصر در واقع به حساب کوتاهش بکنم اگه بخوایم به جهان برسیم. عرضت که یه مقدار در واقع این صحبت‌هایی که من میکنم تجربیات خودمه، در واقع به اصطلاح یه مقدار خاطرات خودمه، برای اینکه از اول خب من با این رژیم سر کار داشتم از درون زندان، برای اینکه اونایی که به قدرت میرسیدن با ما من باشون زندان بودم توی زندان قصر. در واقع حاج عراقی و به اصطلاح اسکرولات یا اینا که بعداً اومدن و پست‌های اصلی رو واقعاً اینا گرفتن، اتاقی بودن که گهگاهی هم منو دعوت می‌کردن و بعد مسئله مجاهدین که اتفاق افتاد اینا بهانه به دستشون افتاد، یعنی یه عده از مجاهدین که به اصطلاح به زعم خودشون مارکسیست شدن بهانه به دست اینا داد و CIA از این قضیه و ساواک استفاده کردن، اینا رو منتقل کردن به اوین و از اونجا دیگه ساواک رو اینا کار کرد تا اینکه دو تا به اصطلاح فتوا ازشون گرفت، یکی علیه مجاهدین که میگفتن منافقین و یکی هم چپ ها که و بعد آزاد شدن، شرایط رو فراهم کردن برای ورود آقای خمینی و بعدش هم در نفل و شتو در اطراف پاریس هم شرایط دیگرش رو تلویزیون هایی مثل صدای امریکا، BBC، نیویورک تایمز، لومون و غیره و غیره فراهم کردن و ایشون تشریف آوردن به ایران. از اون موقع سرکوب ها شروع شد. من سریع باید بگذرم، بازم خاطرات خودمه در واقع، برای اینکه موقعی که ما 1200 یا 1500 نفر آبان 57 ما از زندان آزاد شدیم و طبیعتا خب هر جا که می رفتیم، هر جا که آزاد شدگان می رفتن ازشون استقبال می شد و از خود منم در اهواز استقبال شد و به اولین سخنرانی من که دانشجوها از من دعوت کرده بودن حمله نکردن، ولی سخنرانی دوم که در یه سالن خیلی بزرگ بود، استودیوم ورزشی دانشگاه، اونجا هر شود که حزب الله یا ریختن با چماق و خنجر و امثالام. اتفاقا دکتر زرفشان سخنران اول بود، اون موقعی که رفت من اومدم به اصطلاح هر شود که میکروفون، حمله شروع شد که بچه‌ها منو نجات دادن و به اصطلاح به هر حال من صحبت از سرکوب میکنیم، برای اینکه یعنی رژیم در صحبتی که من چند هفته دو هفته پیش داشتم، رژیم سرکوب، رژیم تبعیض یعنی آپارتاید و رژیم فساده از ابتدا اینجوری بوده. در نتیجه من بعد از مدتی طوری به اصطلاح آخوندهای در واقع اهواز قصدشون این بود که منو از بین ببرن، من و خانوادم دیگه نتونستیم در اهواز بمونیم، تهران اومدم، اونجا آپارتمان رو پیدا کردن، آپارتمان ما رو به پاسترا ریختن که اگه من یه دقیقه دیرتر فرار می‌کردم از طریق پله‌های آتش نشانی منو در واقع گرفته بودن و غیره و غیره. به هر حال پنهان شدم دیگه از اون موقع، زندگی مخفی، تا اینکه بچه‌ها منو از طریق کوه به اصطلاح فرستادن خارج که اومدم اول اتریش و بعد امریکا. بنابراین این سرگذشت خودمه. بنابراین رژیم سرکوب، رژیم فساد و رژیم تبعیض، تبعیض جنسیتی، تبعیض مذهبی، تبعیض دینی و تبعیض قومی که تمام این چیزهایی رو که ما داریم الان توی خیابونا می‌بینیم نتیجه این چیزاست. من سریع باید در ایران ما می‌دونیم در برابر این رژیم از ابتدا مقاومت شروع شده که تجربه خود من در واقع با کارگرای پروژه‌ای و فصلی آبادان 14000 تا در یه جریان سیاسی به اسم وحدت انقلابی کار می‌کردم که این کارگرا در واقع یه چیزی به اسم متحدین خلق به وجود آوردن که رهبرانشون در حقیقت تو زندان اهواز با من بودن و منو آوردن تهران، اونا آزاد شدن. بعد در جریان تاسوعا و عاشورا من دیدمشون تو اون تظاهرات میلیونی و از من خواستن که بیام و بهشون بپیوندم در جریان سیاسی که به وجود آوردن و متحدین خلق پیوست به یه جریان بزرگتری به اسم وحدت انقلابی که در واقع من اونجا چیز میگم و اینا فشاری که آوردن و می آوردن تصور ناپذیر بود، برای اینکه همین متحدین خلق رو بالاخره رهبرانشون که در واقع دوستان عزیز من بودن از زندان، یکیشون حلق‌آویز شد طریق به اصطلاح چیز جرق ثقیل و یکی دیگرشون هم اومد که اینجا در یه تصادف کشته شد توی همین لس آنجلس. یعنی در واقع اینا رو خود من امتحان کردم که مسئله سرکوبش رو، در نتیجه این حالا تجربه شخصی خودمه ولی مقاومت در برابر اینا از همون آغاز، از همون ابتدا آغاز شد که در واقع ما میدونیم چه کار کردن دهه 60 با مجاهدین چه کار کردن و بعدش این 25 خرداد 60 بود، بعدش 30 خرداد چه سرکوبی از 25 مسئله لایحه قصاص بود که من اونجا بودم تو میدون فردوسی و در حدود 300-400 هزار نفر آدم اومده بودن که خمینی یه نطق 5 دقیقه‌ای کرد و لشکر جرارش ریخت اونجا و چه جنایتی کردن. اون من به عنوان یکی از روزای سیاه ازش اسم میبرم، چه سرکوبی کردن و البته آقای سنجابی که میخواست سخنرانی بکنه اصلا پیداش نشد و به اصطلاح تمام این تظاهرات به این عظمت به هم خورد و بعدش 30 هم ما میدونیم چطور سرکوب کردن و بالاخره ما میدونیم که هم آقای بنی‌صدر و هم مجاهدین مسعود رجوی مجبور به فرار شدن و رفتن و شورای مقاومت رو درست کردن. من که میخواستم بیام خارج، همین وحدت بچه های به اصطلاح وحدت انقلابی یا به اصطلاح همون متحدین خلق از من خواستن که در شورای مقاومت نمایندگیشون بکنم، برای اینکه در اون موقع در برابر رژیم فقط یه چیز بود، اونم شورای مقاومت بود که مجاهدین درست کرده بودن و آقای بنی‌صدر، که البته من اومدم و خودم اتریش بودم ولی میرفتم پاریس در چند جلسه که به اساس مسعود رجوی و مجاهدین بودن، البته مهدی خان بابا و تعداد دیگه ای از چیزا، بهمن نیرومند و چپای دیگه هم اونجا شرکت کرده بودم. ولی من سریعا متوجه شدم که داستان چیه و چطور مسعود رجوی میخواد از ماها استفاده بکنه و بعدش که سر صدای این رو آغاز کرد مسعود رجوی که میخواد بره به عراق و علیه ایران، این جنگ ایران عراق آغاز شده بود اون موقع، هر شب که من در بحبوحه جنگ ایران عراق رفته بودم آبادان که شاید بتونم به اصطلاح بچه‌ها رو بگم که این جنگ رو تحریم بکنن و مردم از آبادان رو ترک بکنن. ولی به هر حال اینا رفتن به کمک صدام حسین، به کمک عراق. اون موقع بود که آقای بنی‌صدر در واقع بیرون اومد ولی قبل از اون خود من متوجه شدم خیلی قبل از اون که داستان چیه و بیرون اومده بودم با اینکه مهدی خان بابا اصرار داشت که باید وایسیم، فکر می‌کرد که پیروز بشه. به هر حال میخواستم عرض بکنم اینا خاطراتیه که مبارزه با رژیم رو چجوری، هم خود من شخصا چجوری بوده و همین که مردم، حالا برمیگردم به مردم چون دیگه اون موقع من امریکا بودم، دهه 1370 ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد در اسلام شهر و چندین شهر، قزوین و مشهد و امثالهم که سرکوب شد. بعد جنبش دانشجویی 1378 که میدونیم چه بر سرش رفت، بر سر روزنامه سلام که بسته شده بود و نقش منفی که اصلاح طلبا آقای تاجزاده خاتمی و همین روحانی بازی کردن، چطور سرکوبش کردن. و بعدش هم ما میدونیم 88 که خود من طرفداری سرسخت ازش کردم و از آقای موسوی و این جنبش. در این حال هر شود که فراموش نکنیم که من از انتخابات 1376 و 2 خرداد با تمام قوا دفاع کردم و فکر می‌کردم که واقعا این یه امیدی به وجود میاره و اسمشو گذاشتم انقلاب در انقلاب. نمیدونستم که اصلاح طلبا چی از آب در میان. بعداً کم کم و کم کم تاریخ بهمون یاد میده. به هر حال میخواستم به اصطلاح بنابراین یه مقدار خاطرات خودمو که مبارزات علیه این رژیم چجوری آغاز شده و بعدش بعد از 88 ما 96 رو داریم، 98 رو داریم و بالاخره میرسیم به 1401. در زمانی که من توی برنامه ها مفصل و با مدرک و سند اینجا صحبت کردم، اسناد خود CIA که چطور اینا در کنفرانس گوادلوپ و قبلش در ارتباطاتی که بین ریچارد کاتوم و خود خمینی در نجف بوده و رابطش هم ابراهیم یزدی، چطور هم CIA و هم موساد پشت خمینی بودن و بعدش عرض شود که مسافرت جنرال هایزر و اینه که هم ساواک و هم ارتش رو چطور تحویل خمینی داد و غیره و غیره. اینا رو مفصل باز کردم، من نمیخوام برم توش که به اسلام ماهیت خود قدرتگیری خمینی چی بوده و چطور تاریخ مصرف شاه تموم شده بود. اینا رو دیگه با چشم خودم دیدم که چجوری توی زندان چی میگذشت، برای اینکه بسیاری از این اتفاقات توی زندان قصر و اوین اتفاق میاد که خودم هم شاهد و ناظرش بودم که چطور با سفارش کارتر مأمورین صلیب سرخ رو فرستادن به زندان. شلاق از دست ساواک گرفته شد، شکنجه تبدیل به یه مش شکنجه‌گرا تبدیل به یه موش آب کشیده شدم. ترس مردم ریخ، اومدم توی خیابون. به این ترتیب در واقع مثلا دقیقاً سازمان یافته شده و مدیریت شده توسط به اصطلاح امریکا و انگلیس و سفارت. بنابراین اینا همه خاطراتیه که من اینا رو مفصل توی برنامه هام راجبشون صحبت کردم. مقاومت بنابراین از ابتدا آغاز شد و همینطور قدم به قدم. من یه مقاله ای نوشتم 22 سال پیش که اینو تو برنامه های خودم خوندم. اون موقع من میگم که چطور تمام این کارهایی رو که جمهوری اسلامی میکنه در برابرش مردم چطور مقاومت میکنن. تمام این قوانین شریعه در مورد زنان، در مورد حجاب، در مورد خوردن، پوشیدن، ورود در تمام مسائل خصوصی مردم و غیره و غیره، مردم در برابر اینا تک به تک مقاومت نشون میدن. و من یه مثالی زدم توی همین مقاله که فرضاً اگر اصحاب دائره المعارف مثل مونتسکیو و اولباخ اینا یه انقلاب فرهنگی در قرن 18 به وجود آوردن در فرانسه و اروپا، آخوندا به طور منفی دارن یک انقلاب به وجود میارن، یه انقلاب اجتماعی و فرهنگی دارن به وجود میارن که الان تو خیابان‌ها اینو ما داریم میبینیم. در مورد حجاب داریم اینو میبینیم، در مورد خوردن، پوشیدن، نوشیدن که مردم رو به اصطلاح ممنوع کردن و همه شرابساز شدن مردم ایران. و الان واقعا به اصطلاح این نسل جدید رو که ما میبینیم یه نسلیه که به هم آگاهه، هم متمدنه، هم به اصطلاح چیزه. منتها حالا نکات منفیش رو هم میخوام عرض بکنم. بنابراین مقاومت مردم، تمام اینا چیزای مثبته، تمام اینا مثبت. و خمینی تا زمانی که بود سرکوب طوری بود که واقعا جنبش آنچنانی نمیتونست به اصطلاح جان بگیره و بعدش هم هاشمی رفسنجانی به قدرت رسید و احکام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو پیاده کرد. عرض شود که و شاگردای خودش رو تربیت کرد که در واقع به اصطلاح حلقه نیاوران باشن که از اون موقع به بعد هم در خود زمان رو هاشمی رفسنجانی، هم خاتمی، هم احمدی نژاد، هم روحانی و هم آقای رئیسی همون برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سیاست‌های نئولیبرال که حالا نئولیبرال که صحبت می‌کنیم در امریکا و اروپا یه جور پیاده میشه، در امریکا هم در ایران هم یه جور دیگه، ولی اصول و بنیانش یعنی دشمنی با طبقه کارگر و در واقع توجه به سرمایه دارا و لگدکوب کردن حقوق کارگرها هر دوش یکیه در واقع. بنابراین این سیاست‌های اقتصادی هم اضافه میشه به سیاست سرکوب، فساد و تبعیض. مجموعه‌ای از اینا در واقع تشکیل میشه. بنابراین اینا تا 2003 4 5 موقعی که آقای خاتمی هنوز بر سر کاره عملا در خدمت امپریالیسم، هم قدرت پیریشون، هم سیاست قتل عام چپ‌ها و سرکوب نیروهای ملی که اینا خواست امریکا بوده و اسرائیل یعنی صهیونیستا، و بعدش هم ادامه جنگ عراق به مدت 6 سال که باز این خواست اسرائیل بود که ما میدونیم در این فاصله بود که تونست سرکوب بکنه ملت فلسطین رو و دلشون میخواست که دولت عراق هم از بین بره، برای اینکه مانعی بود بر سر کارشون. ادامه دادن این جنگ رو، به امریکا کمک کردن برای حمله به افغانستان، به امریکا حمله کردن و چراغ سبز دادن، هم حمله اول به عراق و هم حمله دوم 2003 به عراق، و تمام این خدمات رو انجام دادن. و 2004 آقای خاتمی نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش نوشت و ازش گفت، ازش خواست که به ما حاضریم به طور کامل در مورد فلسطین، سوریه، عرصبت که لبنان، همه اینا باتون به توافق برسید. و ما میدونیم که این نامه رو جورج دبلیو بوش به سطل آشغال انداخت و عوضش ایران رو در محور شرارت قرار داد. و این باعث شد که احمدی نژاد، یعنی یه آدم شیاد که چه قولهایی داد که ما ضد امپریالیستیم، باید مقاومت بکنیم، برنامه اتمی رو باید ادامه بدیم، پول نفت میاد سر سفره مردم و غیره و غیره. مردم به اون رأی دادن 1384. و ما میدونیم که احمدی نژاد چه کار کرد. سرکوب هایی که در زمان اون شده اصلا دیوانه کننده است. واقعا بخش عظیمی از اونایی که به خارج مهاجرت کردن در زمان احمدی نژاد بود و موجب شد که مسئله اتمی ایران به سازمان ملل و شورای امنیت بره و قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه، و ایران زیر فشار وحشتناک قرار گرفت و تهدید نظامی، طوری که گفتم اون موقع من با گرمان آبراهامیان که صحبت می‌کردم هر روز میگفت فردا ماید حمله میکنن. اون موقع من بهش گفتم، فکر نمیکنم بتونن حمله بکنن، ولی به هر حال این بسیار در معرض خطر. و بالاخره آقای خامنه ای رو مجبور کردن که جام زهر بنوشه و وارد مذاکره با آقای ویلیام برنز، یعنی بسیار رئیس کنونی بسیار CIA بشه و قرارداد برجام در 2015 امضا شد. رقص و پایکوبی در خیابان ها، جوون ها بیا و ببین چه فشفشه‌ای در خیابان ها راه انداختن و اصلاح طلبها به اصطلاح در حقیقت در آستانه قدرتگیری. و منتها ما میدونیم که چی شد، یعنی در واقع نه اوباما به این وفادار موند و بعدش هم ما میدونیم که دونالد ترامپ اومد و پاره پارش کرد، به دور ریخت و تحریم‌های وحشتناک آغاز شد. از اینجا به بعد میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم. دلم میخواد عزیزان اگر به اصطلاح بحثی هست از اینجا آغاز میشه. امریکا در ایران به تمام اهدافش رسیده بود، یعنی چپ‌ها چه مذهبی و چه غیر مذهبی قلع و قمع شده بودن. تمام نیروهایی که مخالف خمینی بودن سرکوب شده بودن، میلیون تارمار شده بودن. از اون مهمتر شوروی از هم فرو پاشید. که در واقع یکی از اهداف امریکا هم مثلا کمربند سبز علیه شوروی بود که یکی از اشتباهات وخیم چپ عبارت از این بود که خیال میکردن خمینی ضد امپریالیست و این چه ضربتی به چپ زد. ولی به هر حال موقعی که شوروی از هم فرو پاشید دلم میخواد اینجا دیگه من امریکا بودم و میدونستم که داستان چیه. امریکا تصمیم گرفت که برای اولین بار در تاریخ بشریت شاید تسلط بلامنازع بر کل جهان پیدا بکنه. عزیزان اینا یکی از خیانت‌هایی که اصلاح طلب‌ها می‌کنن در روزنامه‌هاشون اسناد و مدارکی رو که در دهه 1970 1990 در امریکا بیرون اومده در زمان کلینتون اینا رو افشا نمی‌کنن. یکی سندیه که توسط پاول وولفویتز نوشته شده عرض که حالا اسم انگلیسی اینا رو تمام چیز کردم. یکی سندیه که برای نتانیاهو در 1996 کلین بریک نوشته شده. یکی هم عبارت از قرن امریکا، قرن 21 امریکایی که 28 نفر نئوکنسرواتیو امضاشون کردن. اینا اسناد فوق العاده مهمیه که ملت ما باید اینا رو بدونن که اسناد خود امریکا چیه و چی میخوان. تسلط بلامنازع بر جهان، full spectrum dominance. اگر بخوان به این هدف برسن، ویسلی کلارک اینا رو دیگه افشا کرده در صحبتی که با امی گودمن داشته و در جاهای دیگه که چطور به پنتاگون میره و یکی از افسرها رو میبینه، اون افسره بهش میگه هنوز حمله به عراق نشده بود. اون موقع افغانستان رو بهش حمله کرده بودن ولی عراق رو هنوز بهش میگه ما میخوایم به عراق حمله بکنیم. ویسلی کلارک ازش میپرسه عراق که تو 11 سپتامبر نقشی نداشت. بهش میگه پتبه نمیدونی ما 7 کشور رو در 5 سال آینده باید از پا در بیاریم که ما میدونیم این 7 کشور عراق، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و ایرانه. از این موقع به بعد سیاست خارجی ایران تغییر میکنه. دلم میخواد زیر این خط بکشم. برای اینکه جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه و در نتیجه 2 کار، یکی سیستم تسلیحاتیش رو جلو میبره و یکی دیگه عملاً هم در سوریه کمک میکنه برای اینکه بشر اسد نیفته و داعش، برای اینکه نمیخوام حالا وارد اینا بشم، داعش رو که با پول عربستان و ایران درست کرده بود از شهر رقا در ماه ژوئن 2014 عزیزان باید به یاد بیارن که با 100 تا 200 تا تویوتای نو با مسلسل روشون روز روشن از رقا حرکت میکنن و به موصل میرسن، تسخیر میکنن، از اونجا به رمادی میرن تا دروازه بغداد و تا دروازه ایران و ایران در معرض خطر قرار میگیره. بنابراین ایران و ما میدونیم 2015 در واقع داعش داشت هم از شرق و هم از شمال غربی و حتی از جنوب داشت به دمشق نزدیک میشد که روسیه وارد عمل شد و شروع کرد بمباران کردن، در واقع نیروی هواییش داعش رو بمباران کردن و اون کامیون هایی رو که نفت داشتن میبردن به طرف ترکیه و امثال هم که جلوگیری کردن. ایران و روسیه در مجموع جلوگیری کردن از اینکه داعش در دمشق به قدرت برسه و به همین ترتیب در لبنان که در واقع به حزب الله کمک کرد برای اینکه اسرائیل دوباره نیاد، همینطور که 2000 عرض شود که 2000 و 2006 اومده بود و تا رودخانه لیتانی در واقع اشغال کرده بود، نتونه دیگه اشغال بکنه، برای اینکه بعدش میخواست ایران رو به حساب ایران هم اینا به عزیزان یادآوری بکنم. در 2004 یا 5 موقعی که جورج دبلیو بوش ایران رو در محور شرارت قرار داد گذاشت، خب اون موقع من نیویورک بودم، صحبت توی واشنگتن عبارت از این بود که رفتن به بغداد کاری نداره، مردان واقعی میرن به تهران، هدفشون این بود که به ایران حمله بکنن. منتها فکر میکردن، همین آقای پال وولفویتز بحثش این بود که ما با 50 میلیارد دلار میتونیم عراق رو تسخیر بکنیم، چنگ بندازیم روی نفت و این 50 میلیارد دلار رو از پول نفت در میاریم و کاری نداره. It's a cake walk. عزیزان به یاد بیارن، میگفت cake walk. مردم عراق مقاومت کردن، امریکا گیر کرد و نتونست به ایران حمله بکنه. بعدن البته تونستن، هم سوریه رو البته یه مقدار بمبارون کردن ولی موفق نشدن، لیبی رو از پا در بیارن، سودان رو از پا در بیارن، سومالی رو هنوز که هنوز دارن بمبارون میکنن، ولی به ایران نتونستن حمله بکنن. بنابراین میرسیم به اینجا که جمهوری اسلامی یک در واقع صنعت نظامیش رو پیش میبره که نتیجهش همین موشک های نقطه زن و پهپادا و عرض که این به اصطلاح موشک های ماوراء صوت و امثال هم که واقعا پیشرفت های عظیمی در این زمینه کردن. یکی اینه که در نتیجه جلوگیری بکنن از حمله احتمالی افغان عرض که اسرائیل و یا امریکا، و یکی دیگه هم یک دور تا دور خودشون در سوریه، در عراق، در لبنان و در یمن به اصطلاح یک محوری به وجود دارن، خاکریزهای دور تا دور. حالا میرسیم به دوباره برگردم این چون وقت داره به اصطلاح چیز میشه، عرض شود که میرسیم به اینجا که سیاست خارجی جمهوری اسلامی عوض میشه. یک، در برابر این حملات میایسته. دو، به طرف شرق گرایش پیدا میکنه. سیاست های داخلی همون مومونه، سرکوب، تبعیض، فساد، دزدی، راندخاری، حجاب اجباری و غیره و غیره. بنابراین یک تضاد به وجود میاد بین سیاست داخلی درب و داغون و ضد مردمی از یک سو و سیاست خارجی که جلوگیری از فروپاشی کامل ایران یا حمله نظامی از خارج و نگاه به شرق که ما میدونیم برجام رو ما میدونیم بهش عمل نکردن و چه تحریم های جنایتکارانه علیه ایران گذاشتن و در نتیجه برای گریز یا دور زدن اینا جمهوری اسلامی مجبور شد چنین سیاست خارجی رو در پیش بگیره. بنابراین خود من از این موقع به بعد سیاست داخلی این رژیم رو با تمام قوا محکوم کردن، همینطور که از ابتدا. منتها ایران در معرض فروپاشی و یا حمله نظامی قرار گرفته بود. نظر خود من اینه و عزیزان عرض بکنم که اگر ما بخوایم از این رژیم رو باش مبارزه بکنیم، اول باید ایرانی وجود داشته باشه. بعضیا به این اعتقاد ندارن، برای اینکه الان نفرت به رژیم طوری عظیم، عمیق و گسترده است، حداقل در بین 80% از مردم، که بعضیا در ایران میگن به جهنم که ایران تکه پاره بشه، به جهنم که امریکا حمله بکنه. این به نظر من یه گفته و چیز نادرسته، برای اینکه ایران اول باید، برای اینکه دشمنان زیادی داره ایران و ما نباید به یه همچین گردابی بیفتیم که بگیم به جهنم هرچی بشه بشه. بنابراین صحبت من در برنامه ها به این ترتیبه که مردم ایران بین دو سنگ آسیابند. این شعاری که مطرح میکنن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست، نادرسته، اشتباهه. امریکا هم 28 مرداد رو به وجود آورد که دنبالش اینا که به قدرت رسیدن کسایی هم که در 28 مرداد دست در دسته هم CIA و هم اینتلیجنس سرویس انگلیس علیه دکتر مصدق عمل کردن با کاشانی. دنباله 28 مرداده. دشمن ما 28 مرداد رو درست کرد. انگلیس از قرن 19 دشمن قسم خورده ما بوده. بنابراین این نیست که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. این خطاست و این حالا رادیو تلویزیون های خارجی به اینجا رسوندن و به هر حالا میرسیم. برای اینکه باید من سریع به اصطلاح بگذرم، میخواستم نظر خودم رو که در درجه اول ما باید کشوری به نام ایران رو نگه داریم. بعضیا عقیدهشون اینه که هر شود که زیر پوتینای امریکا ما میتونیم هر شود که دولت کارگری به وجود بیاریم. حزب کمونیست کارگری موافق بود با حمله نظامی امریکا هم به افغانستان هم به عراق. بعد یه نفر رو به اسم یانار محمد فرستاد عراق برای اینکه طبقه کارگر عراق رو چیز بکنن، سازماندهی بکنن زیر پوتینای امریکا و زیر حمله نظامی امریکا. بعضی اینجوری فکر میکنن و کارش نمیشه کرد. به این نتیجه رسیدن. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که حالا چه کار باید کرد. عبارت از اینه که ما در این حال که از تمام این جنبش ها از 96 98 خود من از 88 78 تیر ماه 18 تیر 78 دفاع کردم و از همین جنبش در اثر درگذشت مهسا نباید بذاریم زیر تأثیر تبلیغات از بیرون منحرف بشه از اون اهدافی که داره و دستاوردهایی که داره. حالا میخواستم این رو عرض بکنم که تمام اینا رو ما این مبارزاتی که علیه رژیم شده ازش با تمام قوا دفاع کردیم و باید دفاع می کردیم و کردیم و از این هم منتها این یکی یه تفاوتهایی با همه اونایی رو که من اسم بردم داره. اینو دلم میخواد عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن و اونم عبارت از اینه که بعد از اینکه اینا از برجام بیرون رفتن، امریکا بیرون رفت، خب این تحریما رو برقرار کردن و از اون موقع به بعد آقای روحانی وارد مذاکره شد و اصلاح طلبات چه فشارهای وحشتناکی روزنامه‌شون رو عزیزان اگه دنبال بکنن که ما باید برجام رو امضا بکنیم و غیره و غیره. و امید داشتن که آقای بایدن برخلاف اون که پاره کرده دونالد ترامپ این بیاد. و دلم میخواد روی این قضیه، چون اینا رو من به دقت دنبال کردم که برنامه آقای جک سالیوان، آقای بلینکن و خود آقای جو بایدن در مورد برجام نظرشون چیه و اصلاح طلبها به دیگران نمیخوان به مردم بگن. عبارت از اینه که جو بایدن میگه که ما یک، ابتدا ایران باید وارد برجام بشه و نه ما که بیرون رفتیم. یعنی تمام اون کارهایی که ایران کرده باید از بین ببره و بیاد به محضی که اون وقت اومد توی برجام ما هم میاییم، ولی بلافاصله باید راجع به دو مسئله با ایران وارد مذاکره بشیم. یکی راجع به موشک هاشون، یکی هم راجع به مسائل منطقه. عزیزان میدونید جو بایدن قبل از اینکه انتخاب بشه مواضعش رو روشن کرد، جک سالیوان هم همینطور، انتونی بلینکن هم همینطور، واضح و آشکار اینا رو گفتن که ما یک قرارداد برجام قوی تر و طولانی تر میخوایم. یعنی این، یعنی در واقع ایران باید هم سیستم تسلیحاتیشو برداره و همین که کمک به سوریه نکنه، کمک به لبنان نکنه، کمک به یمن نکنه و کمک به فلسطین نکنه. اصلاح طلبان و آقای روحانی نظرشون اینه که باید اینو بپذیریم. تا جایی که من میدونم داستانشون اینه، برای اینکه هدفشون اینه که ایران میگن شرایط امریکا رو باید بپذیره، نباید انقدر مقاومت بکنه. و روحانی داشت، شاید در آستانه این بود. بعضی از این چیزاشون رو البته کنار گذاشتن، مسئله ممکنه موشکی رو کنار گذاشته باشن و ولی اینا امریکا مصممه که تحریما رو بر نداره تا ایران تسلیم این خواستها بشه. رئیسی که اومده علیرغم این که عزیزان میدونن که من رئیسی رو ما میدونیم کیه و چیه، داستانش چیه و تصور میشد که مثلا بیاد و از نظر اقتصادی کارایی و ما میدونیم که ایشون هم من از هم خودش هم عرشبت که مخبر هم خاندوزی به عنوان شیکاگو بویز ازشون اسم میبرن، همون سیاست، ولی زیر بار این تا الان نرفتن. این یک. و در نتیجه امریکا و یاران اروپاییش عرشبت که میدونن که اینا زیر بار خواستهای امریکا که میخواد از در واقع هدفشون اینه که ایران، اگه ایران اومد و امریکا اومد، از مکانیزم مارشال میخوان استفاده بکنن که دوباره مسئله ایران رو ببرن به سازمان ملل و شورای امنیت. اینو هدفشون اینه. زیر بار این نرفتن. یک. دو، ایران برای دور زدن تمام این تحریم‌ها و اینا با کشورهای آسیای مرکزی رابطه گسترده، ترکمنستان، قزاقستان و غیره و غیره، وارد پیمان شانگهای شده، میخواد وارد بریکس بشه. اینا متوجه شدن که با اینا نمیشه چیز کرد و در نتیجه پلان بی رو میخوان پیاده بکنن. پلان بی که در واقع رژیم به دستشون بهانه داد که نتیجهش درگذشت مهسا امینی شد و این جرقه یا آتشی بود زیر خاکستر که فوران کرد و اینا بهبه و چهچه که پلان بی رو بتونن استفاده بکنن. یکی از تفاوت‌هایی که بین این یکی و تظاهرات و به اصطلاح جنبش‌های قبلی بوده، هیچگاه اینا امریکا، اروپا، اسرائیل و غیره این طور وارد میدان نشده بودن و تلویزیون‌های خارج به ویژه ایران اینترنشنال با تمام قوا وارد میدان شدن و با کمال تأسف به نظر من جنبش مردم، من تو برنامه‌ها گفتم که از ابتدا توی همون مقاله 22 سال پیش گفتم که مردم ایران در مقابل این رژیم یک انقلاب مداوم رو در پروسه یک انقلاب مداوم مردم که از به اصطلاح ترور ناصرالدین شاه توسط به اصطلاح چیز از اون موقع و جنبش مشروطه شروع میشه، قدم به قدم پیش رفته و در زمان جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه. یک انقلاب مداومه که باید هم ادامه پیدا بکنه. منتها با کمال تأسف دیده میشه که رهبری این جنبش یا این خیزش رو در خارج میخوان به دست بگیرن و این ضربه میزنه. عزیزان، همین چند روز از 19 همین ماه در هالیفکس در نیو برانزویک در کانادا یک کنفرانس مهم امنیتی تشکیل که میدونیم لوید آستین اونجا راجع به اوکراین صحبت کرد و غیره و غیره. یکی از سخنراناش مسیح علینژاد بوده. عزیزان به سخنرانیش گوش بکنن و ببینم که اونجا داره در سالن اونجا داره قدم میزنه و اینطور که معلومه در همین کنفرانس امنیتی مسیح علینژاد و آقای عرض شود که اسماعیلیون رو به عنوان رهبران ایران شناختن یا چیز، یعنی مثل کنفرانس گوادالوپ که خمینی رو در واقع بهش روش صحه گذاشتن و ایشون تشریف آوردن به ایران. اینا هم برای من حیرت آوره که در واقع حتی رضا پهلوی رو کنار گذاشتن و حالا حامد اسماعیلیون رو و خانم مسیح علینژاد رو اونجا سخنرانی کرده. حالا بگذاریم که در کاخ الیزه ایشون تشریف برد و مورد محبت آقای مکرون قرار گرفت. اینا به این خیزش ضربه میزنن، یعنی نمیذارن مردم خودشون انقلاب مداومشون رو پیش ببرن و این رژیم رو به عقب نشینی و بالاخره در نهایت سرنگونی و از درون آلترناتیو به وجود بیاد، تشکیلات به وجود بیاد، برنامه به وجود بیاد و بالاخره این قانون اساسی به رفراندوم گذاشته بشه و مردم رها بشن به آزادی و دموکراسی و عدالت و به عدالت اجتماعی برسن. این تلویزیون ها و این نیروهایی که در خارج هستن میخوان رهبری این جنبش اصیل مردم رو، واقعی مردم رو از دستشون بگیرن و کنترلش بیفته دست در واقع سازمانهای امنیتی امریکا و انگلیس و غیره و از این جهت ضربه میزنن به این قضیه. بنابراین وظیفه ما عبارت از اینه که این ندا رو بدیم که در ما باید از جنبش مردم دفاع بکنیم، در این حال که باید مواظب باشیم که دشمن خارجی که میگن دشمن ما فقط در اینجاست، اینطور نیست. دشمن بیرونی خیز برداشته برای اینکه ایران رو از هم بپاشونه. حالا بعضی ها میگن تجزیه نه، ولی میخوان جنگ داخلی، حداقل جنگ داخلی، برای اینکه شرایط انقلاب معنایی داره، انقلاب احتیاج به آلترناتیو داره، به تشکیلات داره و پایینیا نمیخوان ولی بالایا نباید بتونن. دلم میخواد، من یکی دو تا مقاله جالب توی سایت تلگرام گذاشتم که اینا باز میشه که انقلاب یعنی چه، انقلاب یه معنایی داره، این یه خیزشه، ولی ما در پروسه یک انقلاب مداومیم که باید بالاخره به تغییر این رژیم منتهی بشه. به هر حال در این حد من بسیار راجع به ایران، حالا سرنوشت ایران چه خواهد شد، خیلی از من پرسیدم و جواب من عبارت از اینه که هر شود که ما پیغمبر نیستیم، از جای الهام نمیگیریم، تاریخ ورق میخوره و ما درس میگیریم از تاریخ. بنابراین خطرات خود من دلواپس آینده ایرانم، برای اینکه شرایط طوریه که حالا اگر تجزیه نشه ایران که امکانش هست، شما به اطراف ایران نگاه بکنید که وضعیت چیه، از شمال غربیش گرفته تا جنوب شرقیش، از شرقش تا غربش در چه وضعیتی ایران. ولی حداقل میتونه به جنگ داخلی بکشه، برای اینکه سپاه و چیز در زمان شاه یه آدم مثل ژنرال هایزر میاد و به سران ارتش میگه که یا فرار کنید یا تسلیم خمینی بشید یا کشته میشید، که همینطور هم شد. ولی الان ما یه ژنرال هایزری داریم که بیاد و ارتش و سپاه و بسیج یه همچین چیزی بگه که تسلیم آقای حامد اسماعیلیون بشید، که حامد اسماعیلیون سوار به جای ایر فرانس سوار ایر کانادا بشه و وارد تهران بشه. شاید یه همچین فکری میکنن. ولی خطر این قضیه اگر هم تجزیه نباشه جنگ داخلیه. بنابراین باید ما با احتیاط هرچه تمامتر با این قضیه برخورد بکنیم و نه همین جوری بی‌محابا بریم جلو و تحت تأثیر به اصطلاح رادیو تلویزیون ها و یا فضای مجازی قرار بگیریم. باید شرایط رو ببینیم، در این حال که ما از جنبش دفاع میکنیم ولی خطرات رو هم گوشزد بکنیم به ملت ایران، با آنکه ملت ایران به چه دلیل احساس همدلی داشتن ولی همراهی نکرد. ما میدونیم اینا چون آگاه ملت ایران آگاه و خطرات رو میبینه، در این حال که نفرت تصور ناپذیر و نامحدودی نسبت به رژیم داره. بنابراین من در این حد 1 ساعت بالاخره عزیزان از من خواستن و اگه عزیزان میخوان که من ادامه بدم بریم روی مسئله جهانی، اگر نه که همینجا مثلا بهرام شما تصمیم بگیرید، شما که رئیس جلسه هست. با سپاس از شما. الان میتونیم به سوال و نظر بپردازیم اگر موافق باشیم. بنابراین به جهان اوکی. البته ببینید اگر میتونید قسمت جهانی رو هم به طور خلاصه بگین خوب میشه. اوکی بذارید چند دقیقه راجع باشه. چند دقیقه برای اینکه مسئله ایران فقط مربوط به ایران نیست، یه مسئله جهانیه فوق العاده مهم، برای اینکه تکانها و جابجایی هایی در سطح جهانی. من کلی چند صفحه اینجا نوشتم که بر سر امپراتوری انگلیس چه رفت از 1703 تاریخ انگلیس رو باید دنبال کرد که در واقع برای اولین بار ارتش یا ناوگان دریایی پرتغال رو انگلیس شکست میده و قرارداد متوئن رو میبنده و در واقع پرتغال رو به یک کشور عقب افتاده تبدیل میکنه. تا مقدمات در واقع حالا بگذاریم که کریستوف کلمب که میره و بر امریکا اینا تسلط پیدا میکنن، خروار از اونجا طلا و نقره میاد و انباشت اولیه صورت میگیره در چیز. اینا همش مقدماتیه که من توی برنامه شنبه اینا رو مفصل باز کردم که اصولا چرا اروپایی از ما جلو افتادن فوق العاده مهمه. برای همین خوندن کتاب پال کندی The Rise and Fall of the Great Powers، صعود و افول امپراتوری ها، باید خونده بشه که چجوری اروپایی ها، برای اینکه 500 سال پیش اصلا اروپایی ها تصور اینو نمی کردن که بر تمام جهان تسلط پیدا بکنن. به هر حال مقدمات از اوائل قرن 18 آماده میشه برای اینکه انگلیس انقلاب صنعتیش رو در قرن 18 انجام بده در ثلث سوم، و و از اون موقع ما میدونیم بیرق انگلیس فرود نمیاد در هیچ جای جهان. این همه به اصطلاح قدم به قدم میخوام به طور خیلی مختصر این رو به اصطلاح دنبال بکنیم. انگلیس یه جزیره کوچیک در 1850 50% از تولید جهان رو داره و تسلط کامل در حقیقت و بخش عظیمی از جهان داره. تا میرسیم به 1870 دهه 1870 که برای اولین بار نظام سرمایه‌داری دچار بحران میشه. 1884-85 کنفرانسی در برلین به ابتکار بیسمارک برقرار میشه که اینا افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن. در واقع این پایان دوران رقابتی نظام سرمایه داریه. دو چیز اتفاق میفته در 1870. یک، مسئله از رقابت به انحصار و از استقلال خود این کشورها به گسترش در سراسر جهان، یعنی امپریالیسم، انحصار و امپریالیسم که اینا رو نجات میده. رژیم‌های سرمایه‌داری رو از این طریق برای مدتی میتونن نجات بدن، ولی بالاخره بحران‌های سرمایه‌داری اخرشون میگیره. 1907 یه دونه کوچولوه که بیشتر فاینانشاله، مثلا مالیه، که به همین دلیل بانک فدرال امریکا تشکیل میشه 1913 و 1915 انگلیس مجبور میشه از امریکا قرض بگیره برای اینکه در 1902 در جنگ بوئرها زیر بار قرض میره و مجبور از بانک مورگان قرض بگیره. یعنی انگلیس، عزیزان دقت بکنن که امپراتوری ها چه بر سرشون میره. علت اینکه من اینو باز میکنم، موقعی که ما میگیم افول امریکا، همه خیال میکنن که فردا پس فردا امریکا از هم فرو میپره. اینطور نیست، سالهای سال طول میکشه. افول انگلیس از 1902 در جنگ بوئرها در افریقا آغاز میشه. 1915 برای اولین بار از یک کشور بستانکار سراسر جهان به یک کشور بدهکار تبدیل میشه. حالا خواهیم دید که امریکا چجوری از یک کشور بستانکار به یک کشور بدهکار. این اول افول ایناست موقعی که این اتفاق میفته. البته بعدش توی جنگ اول جهانی دوباره اینا به اصطلاح انگلیس میاد برای اینکه تمام به اصطلاح امپراتوری عثمانی رو بین خودشون تقسیم میکنن و میدونیم که چی کار کردن. عربستان رو درست کردن، اردن، عراق، اینا همه کشورهایی که درست کردن و رضا شاه رو بر سر کار آوردن. دوباره انگلیس یه جانی میگیره، ولی به سالهای به جنگ دوم جهانی، جنگ اول و دوم جهانی، باعث واقعا ضعف انگلیس و قدرت امریکا میشه. حالا به امریکا که برسیم صحبتشو میکنم که جنگ اول و دوم جهانی امریکا اصلا تکون از جاش نمیخوره، نه تنها نمیره بلکه کارخانه یه وسط تمام جهان میشه. در حالی که اروپا مخصوصا انگلیس در این دو جنگ ها با خاک یکسان میشن. در جنگ دوم جهانی در واقع انگلیس تا خرخره میره زیر بار قرض امریکا و کشورهای دیگه، یعنی به درجه عجیبی از ضعف میرسه. در نتیجه چرچیل که این همه هارت و پورت میکرد مجبور میشه مسافرتی بکنه به امریکا، به شهر فولتون در ایالت میزوری. نطق معروف دیوار آهنینش رو در یک کالجی به اسم کالج وستمینستر اونجا انجام میده و در واقع رهبری جهان آزاد رو به قول خودشون مجبور میشه به امریکا بسپره، به زور در واقع، برای اینکه چرچیل دستبردار نبود، هنوز فکر امپراتوری چیز. بنابراین اینم یه مرحله از افولشه که در واقع به عنوان شریک کوچولوی امریکا چرچیل مجبور میشه و یکی از زوائد امریکا میشه انگلیس. ضربت وحشتناک دیگه ای که میخوره در حمله انگلیس و فرانسه و اسرائیل به مصر بر سر کانال سوئز که ایزنهاور بهش میگه یا بیرون میکشید یا من از نظر مالی داغونت میکنم. و دمشون رو میذارن روی کولشون میرن. هرچوقتی اونم این یه ضربه کاری واقعیه که به انگلیس میخوره و این همینجوری انگلیس در واقع بعد از جنگ دوم جهانی هم قرضدار میشه و هم دی‌اندستریالایز میشه. انگلیسی که 50% همه چیز made in England 1950، این یه خاطره برای عزیزان. خود من از شهر شوشتر میرم به آبادان، اون موقع انگلیسی هنوز تو آبادان بودن. فروشگاه ما اونجا داشتیم، استور بهش میگفتن. شما با وارد این استور که میشدید همه چیز made in England بود، از کره و مربا گرفته تا دوچرخه‌ای که خود من دوچرخه سنبیم کلاس 8 خریدم، تا اتوبوسی که منو میبرد در دبیرستان، اتوبوس بدفورد. یعنی همش ساخت انگلیس. حالا به انگلیس نگاه بکنیم، تبدیل شده به یک کشور راندخوار که فقط شرکت‌های بیمه لوید، بیمه لوید 80% از کشتی‌هایی که نفت کشن بیمه لوید دارن. برای همینه که خانم چیز میخواد به اصطلاح بگه که بگذاریم هر شبت که و بانک ها، یعنی راندخوار دی‌اندستریالایز شده و این همین جوری میاد تا این سالهای اخیر که در 6 سال اخیر 4 تا نخست وزیر عوض شده. آقای اولش خانم ترزا می بود، بعدش بوریس جانسون شد، بعدش لیزا تراس و بعد ما یه هندوی دسترسی میلیاردر. اینو بهش میگن افول، افولی امپراتوری که من به طور فهرستوار برای عزیزان باز کردم. عرض شود که الان انگلیس واقعا تبدیل به یه جزیره سرد کوچیک شده که ممکنه اسکاتلند هم از جدا بشه، ایرلند شمالی که عملا جدا شده برای اینکه اون میخواد که توی در واقع اتحادیه اروپا بمونه، اختلاف بینشون هست و ممکنه حتی به اصطلاح بخشای دیگه هم ازش جدا بشن و تبدیل به بریتانیای خلاصه صغیر شده. اینه بهش میگن افول امپراتوری. اروپا امریکا رو من از زمان لینکلن آغاز میکنم. 1860 لینکلن موقعی که بر سر کار میاد نه تنها میخواد امریکا رو همه رو، جنوب رو هم جزء ایالات متحده رو واقعا به وجود بیاره و ما میدونیم جنگ داخلی شروع میشه، ولی کار مهمی که لینکلن میکنه روی کالاهای برتر انگلیس برای اولین بار تعرفه گمرکی میذاره. در نتیجه انقلاب صنعتی در امریکا، انقلابش قبلا شروع شده بود، یعنی به اصطلاح امریکا برای اینکه یه زمین بکر و اونایی که اومدن اینجا رو گرفتن سرمایه‌دار واقعی بودن که اومده بودن فقط برای سود و برای به اصطلاح طمع ورزی. ولی از اون موقع انقلاب صنعتی امریکا آغاز میشه. به 1897 که میرسیم از نظر صنعتی امریکا از انگلیس جلو میزنه و این اونجاییه که در واقع موقعی که از نظر صنعتی جلو میزنه یعنی دلار از پوند انگلیس جلو میزنه. و صحبت کردیم که چطور در 1913 بانک فدرال تشکیل میشه، 1915 انگلیس وامداره در ارتباط که وام میگیره از چیز و به یه نیروی دست دوم تقلیل پیدا میکنه و بعدش جنگ اول و دوم همینطور که گفتم هم آقای ویدرو ویلسون، مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ بشن، آقای ویدرو ویلسون از این جهت میخواست وارد جنگ بشه که تمام انقلاباتی رو که داشت در اروپا صورت میگرفت که میتونست به انقلاب اکتبر کمک بکنه خرد و متلاشی بکنه، که همین کار هم کرد. برای اینکه لنین انتظار داشت که در چند کشور اروپایی بیان به کمکش، انقلاب سوسیالیستی بشه. آقای ویدرو ویلسون به هیچ وجه به این راضی نمیشد و در برابر به اصطلاح اعلامیه کارگرای جهان که به اصطلاح لنین چیز کرده بود، یه اعلامیه 14 ماده‌ای بود، ویلسون رئیس جمهور اون زمان به اصطلاح چیز کرد. ولی به هر حال وارد جنگ شدن و تمام بسا اروپا خرد و متلاشی شد. امریکا سرم رو گنده بین دو اقیانوس، کاملا در امن و امان. جنگ دوم هم همینطور. سریع بگذرم، فقط سال 1929 بحران بزرگ آغاز میشه. میزان بیکاری به 25% میرسه و اقتصاد داره از هم فرو میپاشه. برای اینکه عرصه که فرانکلین روزولت بر سر کار اومده بود، برنامه نیودیل رو پیاده کرده بود، سندیکاهای کارگری قدرت گرفته بودن، حزب کمونیسم اون موقع کلی قدرتمند بود، حزب سوسیالیسم وجود داشت و اینا وحشت کردن و در نتیجه فرانکلین روزولت از آقای راکفلر و مورگان دعوت کرد، گفت بشینید اینجا تا بهتون عرض بکنم. شوروی برنامه 5 ساله رو داره پیاده میکنه، 4 نعله داره میره جلو، ما توی همچین بحرانی هستیم. اگه امتیاز ندید رفتیم پی کارم، با اینام امتیاز میدن و در نتیجه برنامه نیودیل رو پیاده میکنن. از اون موقع برنامه نیودیل آغاز میشه، منتها آنچه که واقعا امریکا رو از این بحران عظیم 29-33 نجات میده ورود در جنگ دوم جهانیه که بازم مردم امریکا نمیخواستن وارد جنگ دوم جهانی بشه. آقای فرانکلین روزولت چه کار کرد؟ چنان فشار رو ژاپن گذاشت، عزیزان تاریخش باید بخونن، که ژاپن نمیخواست با امریکا وارد جنگ بشه. کاری کرد امریکا، همین آقای فرانکلین روزولت، که مجبور کرد ژاپن رو که به پرل هاربر حمله بکنه، برای اینکه میخواست مردم امریکا رو راضی بکنه که وارد جنگ دوم جهانی بشه و وارد شدن. اون نجاتشون داد. ها، جنگ دوم جهانی یک موهبت الهی برای امریکا و سرمایه داریش بود. نوم چامسکی راجع به این قضیه چند کتاب نوشته که در حین جنگ در همین شورای امور خارجی و وزارت خارجه امریکا چی میگذشته و چه گرد همایی هایی داشتن و چطور برنامهشون این بوده که چطور دنیا رو بین خودشون تقسیم بکنن. ولی تصمیم قطعی که میگیرن عبارت از اینه که آنچه که اقتصاد امریکا رو از این به بعد از جنگ دوم جهانی نجات داده جنگه و ما بودجه نظامیمون رو نباید تقلیل بدیم. برای همینه که بعد از جنگ دوم جهانی بانک استالین به همین آقای جورج کنان که سفیرشون بود در اونجا بهش میگه که ما حین جنگ با همدیگه دوست بودیم، بعد این دوستی رو ادامه پیدا بدیم. همین جورج کنان میاد رئیس پالیسی پلنینگ وزارت خارجه میشه و به اسم آقای ایکس مقاله معروف رو می‌نویسه در همین مجله فارن افیرز و جنگ سرد رو آغاز میکنه. آقای جورج کنان، همین جورج کنان مقالات اخیرش رو قبل از درگذشتش عزیزان بخونن که به اینا هشدار میده ناتو رو نبرید تا دیوار روسیه. روسیه وارد جنگ میشه، روسیه اینو نمیتونه تحمل کنه. همین جورج کنان. به هر حال بعد از جنگ ما میدونیم امریکا سر و مو رو گنده، شوروی درب و داغون شده، ژاپن درب و داغون شده، اروپا به همین ترتیب برنامه مارشال رو پیاده میکنن. انقلاب اتومبیل جدیدی آغاز میشه. انقلاب اولش 1908 آغاز شده بود با کارخونه فورد و مدل تی به قول معروف، اولین چیزایی که هنری فورد درست میکرد. ولی این انقلاب دوم که دیگه من امریکا بودم دهه 60 و ناظر و شاهد بودم که این اینترستیت که از زمان آیزنهاور آغاز شده بود اون موقع در اوجش بود که من از لونج توی کنفدراسیون از نیویورک از این اتومبیلا میگرفتم میروندم تا لس آنجلس، اینا رو میدیدم سر راه. کارگرای امریکایی سرمو رو گنده، بعضیاشون از یه مهندس بیشتر حقوق میگرفتن. دهه 60 که من اینجا بودم، میخوام سریع بگذرم برای اینکه وقت داره میگذره. 80% از مردم امریکا به رؤیای امریکایی اعتقاد داشتن و به بچه هاشون میگفتن که زندگی شما از زندگی ما بهتر خواهد بود. وضعیت بعد از جنگ دوم جهانی در امریکا، حالا صحبت از افول امپراتوری ها که می کنیم، میخوام اینا رو به عزیزان یادآوری بکنم که یه مقدار خاطرات خودمه که در دهه 60 من چی دیدم، دهه 80 که اومدم چی دیدم و الان بعد از 30-40 سال چی داریم میبینیم. که من اگه روزنامه حتی نیویورک تایمز رو برای عزیزان و این کشت و کشتارها هر که و غیره و غیره رو به اصطلاح چه بر سر جامعه امریکا رفته. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی نه تنها کنفرانس برتون وودز رو تشکیل دادن، بانک جان مینارد کینز اونجا بود، بزرگترین اقتصاددان امریکا، زدش کنار. برای که جان مینارد کینز میگفت پول جهانی باید یه سبد باشه از پولهای مهم. امریکا گفت به هیچ وجه، دلار باید باشه. پول پایه‌ای قرار دادن و گفتن که هر اونز طلا $32. بنابراین با طلا وصلش کردن. بانک جهانی رو درست کردن به رهبری امریکا. صندوق بین‌المللی پول رو درست کردن به رهبری امریکا و سازمان تجارت جهانی رو. بنابراین عناصر اقتصادی تمام اهرم‌ها رو برای تسلط اقتصادی بر جهان به وجود آوردن. از نظر سیاسی دو کار کردن. 1947 یک، این در زمان ترومنه، یک CIA رو درست کردم، دو شورای امنیت ملی رو درست کردم. اون موقع تو یک کاخ سفید شورای امنیت ملی نداشتیم. این دوتا رو درست کردم، یعنی تسلط از جهت سیاسی، اهرم‌های اقتصادی، اهرم‌های سیاسی و تسلط پیدا کرد. شوروی داشت تازه دست و پا میزد برای اینکه خودشو بازسازی بکنه و غیره و غیره. گذشت به مدت 30 سال، سریع باید بگذرم، از 1945 تا 75 که خودم دهه 60 شاهد و ناظرش بودم، اقتصاد امریکا به دلیل ترمیم خرابی‌های جنگ، انقلاب اتومبیل، تمام اختراعات و اکتشافاتی که زمان جنگ شده بود، مردم در امریکا قبل از جنگ دوم جهانی یخچال چه میدونستن، جارو برقی چه میدونستن، اجاق گاز چه میدونستن، اینا رو تلویزیون. بعد از جنگ و مردم دین جنگ $تریلیون‌ها پس‌انداز کرده بودن برای اینکه کارخانه‌ها چیزی تولید نمی‌کردن، همش اسلحه تولید می‌کردن. در نتیجه اقتصاد به طور عظیمی شکوفا شد. دهه 60 شما اینجا، 50 و 60 اینجوری. ولی بالاخره نظام سرمایه‌داری و قوانین ذاتیش عمل میکنه. تمام این ترمیما و جاده کشی ها و اینا تموم میشه، سود سرمایه ها پایین میفته، عرصه که تورم آغاز میشه، کارگرها دست به اعتصاب میزنن. عزیزان آمارای اعتصابات کارگری امریکا رو بخونن در دهه 1970 و اینا به وحشت میافتن. در نتیجه آقای میلتون فریدمن رو همین برادران کوک، دوتا میلیاردر، دوتا برادران دیوید و چارلز کوک، دست راسی‌های وحشتناک، آقای میلتون فریدمن رو از شیکاگو دعوتش میکنن به واشنگتن، یه مؤسسه‌ای به اسم کیتو درست میکنن، عزیزانی که در واشنگتن هستن میدونن، و جایزه میلتون فریدمن رو برقرار میکنن که آقای اکبر گنجی رو بهش دادن و در نتیجه سیاست‌های کینزی رو کنار میذارن و سیاست‌های نئولیبرال رو پیاده میکنن. حالا میخوام افول امپراتوری ها رو برای عزیزان عرض کنم. اولین ضربه‌ای که به نظر من به اعتبار امریکا میخوره، اون زمان من امریکا بودم، در همین نوامبر فکر میکنم، نوامبر 1963 کندی رو ترور میکنن. که من یادم، من تو زیرزمین داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، با دوره انترنی رو داشتم میگذروندم، اصلا شوکه شدیم. برای اینکه کندی ملت امریکا رو بسیج کرده بود، برای اینکه تازه شوروی اسپوتنیک رو فرستاده بود به هوا و اینا جا خورده بودن. کندی گفت ما باید بریم به کره ما. یه خاطره‌ای برای عزیزان بانک وقت کنه. من اون موقع دوره انترنین بود، رزیدنت که بالا دست من بود گفت برو اکسری یه بیمار رو از اسکری بگیر. رفتم تو زیرزمین، یه پنجره داشت، یه جوان پشت میز نشسته بود. من اونجا وایسادم، دیدم اصلا محل من نمیذاره، سرش تو کتابه. بعد از مدتی بهش گفتم چی داری میخونی؟ گفت دارم ریاضی میخونم. گفتمش چطور با این دقت تو داری ریاضی میخونی؟ گفت مگه نمیدونی شوروی اسپوتنیک به هوا فرستاده، ما باید ازشون بزنیم جلو. این زمان کندیه، بسیج کرده بود. کشوری، دولتی که بتونه ملتش رو بسیج بکنه، حالا راجع به چین صحبت خواهم کرد، جلو میره. ملت رو باید بسیج کرد. قدرت در پایگاه نظامی نیست، در ملته، در کارگراست، در تولید کنندگان واقعیه. به هر حال کشتنش، نمیتونستن تحملش کنن، برای اینکه دست CIA رو میخواست یه مقدار کوتاه بکنن، دست FBI رو و جی ادگار هوور میخواست جان سالم به در ببره. میدونی چقدر فیلم ازش تهیه کرده بود با زیبارویان مختلف، بارها و بارها تهدیدش کرد که من این عکس ازت دارم، از این چیزا سراغش میفرستادم دیگه، از این پرنده های زیبا. عرض آمد که بالاخره نتونستن تحملش کنن و کشتنش. این ضربه شدیدی به نظر من به اعتبار امریکا زد. ولی میایم جلو، یه دفعه من میرسم در واقع امریکا نه تنها در جنگ کره از چین شکست خورد، در جنگ ویتنام شکست خورد و کتاب نوشته شد امریکایی زشت، Ugly American. از اون موقع من امریکا بودم و میدونم که چی داشت میگذشت و چه تظاهرات عظیمی که مارتین لوتر کینگ سخنرانی میکرد و غیره و غیره. بنابراین اینا ضربات پیاپی، ولی در 1985 برای اولین بار امریکا از یک کشور بستانکار به یک کشور بدهکار تبدیل شد با وجود چاپ این همه پول. افول امپراتوری رو من راجع به انگلیس صحبت کردم، از اینجاها آغاز میشه. برای اینکه و بعدش قبل از اون 1973 نیکسون زد زیر به اصطلاح چیزه همین قراردادی که در بریتن وودز بسته بودن و دلار رو از طلا جدا کرد، برای اینکه کلی به اصطلاح پول جمع شده بود، دلار توی اروپا، و آقای چیز دوگل میخواست اینا رو به طلا تبدیل کنه. امریکا طلا نداشت. کتابی عرض شد که یکی رئیس بانک مرکزی اسمش حالا یادم رفته، سیر طلا رو در سطح جهانی بعد از جنگ دوم جهانی نشون میده که چطور امریکا که 70% از طلای جهان توی خزانه هاش هم فورت ناکس و هم زیرزمین های نیویورک بود، چطور به طرف کشورهایی مثل ژاپن و آلمان داره حرکت میکنه. در نتیجه طلا به اندازه کافی نداشت و نیکسون جدا کرد و در نتیجه مسافرت کرد، ما میدونیم، به عربستان قرارداد بست که لذا نفتشو عربستان فقط به دلار بفروشه و پشتوانه در واقع دلار از طلای زرد به طلای سیاه تبدیل شد که بعدش تریلیون ها دلار همینجوری چیز پول چاپ کرد و جنس وارد کرد. بگذاریم. ولی اینا قدم های یکی پس از دیگریه. ولی میخوام یک چیز رو عرض بکنم که چرا امریکا افول واقعیش موقعی که 1973 اینا به اصطلاح سیاست های نئولیبرال یعنی چه؟ یعنی تمام سرمایه های امریکایی، یعنی سرمایه های صنعتیش میتونه از ایران از امریکا خارج بشه. امریکا رو دی اندستریالایز کردن. میلیون ها کارگر سفید پوست کارکشته رو، کارگرای سفید پوست، اینا رو از کار بیکار کردن. کیا پشت ترامپ هم؟ همینا. برای اینکه اینا دو چیز داشتن، یکی حقوق بالاشون و یکی امتیاز پوست سفیدشون که موقعی که اوباما اومد بر سر کار اون هم از دست دادن. خانم ارن رایش کتابی راجع به این قضیه نوشته که روی کار اومدن اوباما چه ضربه ای از این جهت به سفید پوستا زد. برای همین بود که اوباما میگفت این امریکایی نیست، برای اینکه ضربه به امتیاز نژادی پوستشون خورده بود. کتاب نوشته شده راجع به این قضیه. ولی اینا در درجه اول ما میدونیم سیاست های نئولیبرال چه در امریکا چه در ایران فقط علیه طبقه کارگره. یعنی در واقع ما میدونیم هدف اینا از بین بردن شغله که یک کسی 9 تا 5 بعد از ظهر کار بکنه، تعطیلی داشته باشه، بیمه داشته باشه، یعنی شغل داشته باشه. گفتن شغل بدارد کار در نتیجه همه چی رو پیمانی کردن، موقت کردن. یعنی در واقع امنیت شغلی طبقه کارگر رو از بین بردن. و بعد آقای پال والکر، رئیس بانک مرکزی که اسمش یادم رفته بود، یه آدم 2 متر قدشه، پال والکر، این اومد برای جلوگیری از تورم در 1973 نرخ بهره بانکی رو به 20% رسید. بسیاری از کسب و کارهای کوچیک از بین رفتن، بیکاری به طور عظیمی به وجود اومد و در نتیجه یک لشکر ذخیره بیکار به قول مارکس به وجود آوردن. موقعی که شما یه لشکر ذخیره بیکار داشته باشی، کارگرها سرکوب میشن، برای که دنبال کار میگردن، گرسنه نمیمونن و در نتیجه اینا فشار علیه طبقه کارگر رو آغاز کردن. حالا اینو میخوام به عزیزان عرض بکنم که چی شده در این جنگ رویارو و یه جنگ عظیم که بین سرمایه‌دارا و طبقه کارگر آغاز شده. سرمایه‌دارا پیروزی کامل به دست آوردن، کارگرها رو شکست دادن و این امپراتوری امریکا رو زیر پا شد، مثل موریانه خواهد خورد. من فرصت ندارم که مقاله دیوید لیون هارت رو اگه ممکنه جمع‌بندی کنین که برسیم به همین. من میخواستم این رو عرض بکنم. حالا بنابراین میاد عرض که دست به جنگ هایی میزنه برای حفظ به اصطلاح این امپراتوری. عرض که میره تو افغانستان، میره تو عراق، میره تو لیبی، میره تو اینجا، میره تو اونجا و عملاً شکست میخوره در تمام اینا و تا الان 31 تریلیون دلار زیر بار قرض هستش و نتیجه و ماحصل تمام اینا شکاف همه جوره در امریکا به وجود اومده. کشت و کشتارها رو عزیزان نگاه کنید، من وقت ندارم آمارها رو بکنم. بنابراین وضعیت جامعه امریکا اینجوری میشه که یه آدمی مثل دونالد ترامپ میاد به قدرت میرسه و وضعیت اینجوری میشه در امریکا. در برابر این کی هست؟ چین یکیه. من فقط اگه به من فرصت بدی فقط چند تا آمار من از چین میخونم که عزیزان حساب دستشون بیاد که داستان چیه. ببینید چین در حال حاضر 800,000 ربات دارد که معادل 1/3 ربات‌های جهانه. این از روزنامه شرق من اینو گرفتم، جالبه. این رقم در سال 2010 کمتر از 5,000 ربات بوده. از نظر چی؟ 1950 موقعی که من رفتم آبادان تازه انقلاب چین شروع شده بود. نیمی از مردم چین تریاکی بودن، نیمیشون سیفیلیتیک و سوزاکی بودن و 80% زیر خط فقر بودن. این اون موقع است صعود نیروها. دو، کارگران چینی در سال 2000 حدود 8,000 یوان درآمد سالانه داشتن، اما حالا 10 برابر بیشتر حقوق میگیرن. درست عکس امریکا. سه، تعداد نیروی کار شهری چین در سال 1980 حدود 100 میلیون نفر بود، اما امروز به 500 میلیون رسیده. چهار، رشد سالانه اقتصاد چین از 1980 تا 2010 به طور میانگین 10% بوده. این رقم در سالهای اخیر ما میدونیم به 5.5% رسیده و روند این طبیعیه، مثل امریکا در دهه 1890 1960 تا 90 اینجوری بوده. ضریب بهره‌وری کار از سال 2008 ارسبت که 1.1% که 2 برابر ایرانه و امریکاست و غیره و غیره. یعنی سپاس فراوان. اوکی عزیز، من موافق باشید بریم صحبت پرسش و پاسخ داریم. بله الان حدود 10 نفر تو نوبتن. اوکی عزیز، من اولین نفری که میبینم اینجا آقای تقی عبدالحسینی هستن. شما میتونید خودتون رو آن میوت کنید. الو سلام، خیلی ممنون از آقای محیط. من صحبت‌های ایشون رو مرتب گوش میکنم اخیراً و همه اینها تقریباً تا حدود زیادی تو اونها گفته شده و فقط من یه گله‌ای داشتم که چرا این چت رو شما دیسیبلش کردین که این باعث شده که ما نتونیم خیلی از این سوال‌ها رو میشه اونجا به صورت گفتگویی حل کنیم و مطرح کنیم. به هر حال جناب عبدالحسین، من فقط یه توضیح بدم که ما فقط زمانی که سخنرانی میکنه چت رو دیزیبل میکنیم، به محض اینکه رفت تو قسمت پرسش و پاسخ چت دوباره انیبل میشه. حالا به هر حال من مشکلی که با آقای دکتر محیط دارم که صحبت از انقلاب مداوم میکنم، یعنی این دید انقلاب که من فکر میکنم هم از چپ که خود من هم چپ هستم و اینها اومده و اینها و در مقابل اصلاح و رفرم و اینها همواره مشکل آفرین بوده. یعنی ما همش دنبال انقلابیم، میخوایم بزنیم ماشین دولتی رو در هم بکوبیم و یه چیز نو. این شدنی و مشکل بوده. به هر حال و متاسفانه ما مسئله اصلاح هم با این خاتمی و اینها شروع شد و یک به اصطلاح دید غلطی در جامعه ما پیدا شده که فکر میکنن که تا صحبت اصلاح میکنیم یعنی که آقای خاتمی بیاد، آقای موسوی بیاد. من نمیگم اونا بد بودن و همه چیزاشون غلط بوده، ولی مسئله مهم دید من اینه که ما یعنی الان هم وقتی که میخوایم وقتی که باید به این دنبال این خواست هامون باشیم، این خواست هامون هم به معنی در هم کوبیدن نظام و اینها نیست. فشار به این نظام اینا رو مجبور کنیم به خواستای ما جواب بدن و همین به اصطلاح مسئله انحراف جنبش از همینجا شروع میشه که تا میان صحبت حجاب اجباری و اینها رو میکنن که زمینش هست و دارن میتونن هم به چیز برسن، شروع به مرگ بر خامنه‌ای و اصل نظام و فلان و بهمان مسئله چیز میشه. و این مسئله مهم دیگه این که غرب و آمریکا و اینا بیکار نشسته بودن در این مدت. این من حالا توی چت میذارم، اون اگر نگاه کنین اون آقای الیور استون، اون جریان اوکراین آن فایر اونجا چیز میکنه و به خوبی این مسئله انقلاب‌های رنگین رو اونجا میشکافه که چه شکلی اینا شروع کردن چیز کردن و همین داره توی این چیز اخیرم و حتی من معتقدم جنبش سبزم چیز بود که شروع میکنن از یک خواسته معمولی و بعد اینو یک دفعه با یه دونه کشته و یه دونه تیراندازی اینا اینو یک دفعه میبرنش به چیز و نهایتا حمله میکنن، مثلا رادیو و تلویزیون و فلان و بهمان و اینا میگیرن و قدرت رو به دست میگیرن. اینها هم همه رو آموزش دادن. نگاه کنین این آقای اسماعیلیون و اینها رو من که تو کانادا هستم از نزدیک دیدمشون، کاراشون و اینها رو دنبال کردم دقیقاً، وگرنه خیلی به اصطلاح کانادایی‌ها خیلی مراقب آقای اسماعیلیون بودن، خیلی چیز میکردن که این آدم زج دیده رو به اصطلاح هواشو داشته باشن و این آدم خوبیه و نویسنده است و فلان و اینها، ولی نتیجه نشون داد نه، این به قول معروف تو دست اونا، کارگردان اونهاست و حضورش هم تو هالیفکس و اینا به خوبی این مسئله رو روشن کرد. و من توی اینجا به اصطلاح این آقای اروین کاتلر که وزیر دادگستری لیبرال ها بود و اینها و از صهیونیستای خیلی سرسخت هستش که دخترش حتی توی اسرائیل یکی از مقامات چیزی رو داره، من دیدم که این همه این افراد رو تحت بال و پر خودش داره و سازماندهیشون میکنه و تمام این به اصطلاح چیز این برلین و این هم اتفاقی نبود که نمیدونم فلان قدر چیز و این. از اون طرف ما یک کنگره ایرانیان کانادایی داشتیم، کانادا داشتیم که این از سال 2007 شروع شد، جریانهایی رو طی کرد، 2012 اومدن علیهش کودتا کردن با اون آقای نخست وزیر هارپر که رفتن سفارت ایران رو بستن و فلان و بهمان و اینها که من از اون موقع حساس شدم، گفتم تا موقع اصلا طرف اینا نمیرفتم و چیز ببینیم جریان چیه و اینها. به هر حال با مبارزاتی که انجام دادن اینها رو یواش یواش گذاشتن کنار رو به اصطلاح صورت خوبی پیدا کرد، ولی چیکار کردن؟ گفتن اینا عامل جمهوری اسلامی هم و اخیراً شنیدم که به اصطلاح این رئیس هیئت مدیره و بقیه رو تهدید به مرگ کردن و خانواده هاشون رو تحت چیز میشه. یه جریان فاشیستی داره شکل میگه، همش هم سازماندهی شده است. این شکلی نیست که شما فکر کنین آقای اسماعیلیون یک شبه تونست. به هر حال این از انقلاب مداوم و ها این وقتی که ما صحبت انقلاب میکنیم پس بالاخره باید این نه، وقتی که صحبت اصلاحات باشه صحبت این نیست که کسی باید بره، صحبت مشارکت بیشتر همه مردم بیان توی به اصطلاح دخالت داشته باشن و فشار به حکومت، تبدیل این به مجبور کردن اونها به خواستای و این اون همون تداوم انقلاب از این طریق صورت میگیره. لطفاً جمع‌بندی کنین. آره دیگه، صحبت براندازی و مرگ بر خامنه ای و اینا شعارهای چیزیه و میبینیم که چطور با صورت فاشیستی تلاش میکنن همه صدایهای دیگر رو خاموش کنن و اون مهسا امینی و اینها دقیقاً مطالبات مردم بود، ولی در پشتش به اصطلاح جریان هدایت شده سازمان یابی شده لیبیایی کردن و سوریه‌ای کردن و این رو هم پیش میبرن. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. چنانچه الان تموم میکنم. حالا اگر چنانچه این حاکمیت اینو قبول بکنه که نمیکنه، ما از فروپاشی و همه چی جان سالم میبریم، وگرنه که معلومه اون چیز نهایت. برام جان من تشکر میدم، خیلی سپاس. بفرمایید. کنترل بهتری داشته باشین خواهش میکنم، چون تعداد سوال کننده زیاد است. میدونم جناب دکتر محیط هم که قرار نیست ما تمام امشب اینجا نگرشون داریم، شما هم که تو اروپایین، بنابراین سعی کنید یه کنترلی بذارین روی سوال کنندگان. مرسی. 3 دقیقه محدود باشه صحبت سوال کننده. بله دکتر محیط بفرمایید شما. فقط میخواستم به این عزیز بگم که انقلاب مداوم که صحبت میکنیم اشکال متعددی به خودش میگیره. شما همین مسئله حجاب رو در نظر بگیرید. قبل از اینکه الان که خب خیلی از دختران و زنان در ایران عزیزان باید ببینن دیگه به اصطلاح حجاب تمام شده، ولی قبلش خود زنها به طور طبیعی اینو داشتن برمی داشتن. خیلی ها اصلا چارقتشون همش رو شونهشون بود، رو سرشون نبود. بنابراین این خودش هم یه انقلابه، خود همین مقاومت یا اینایی که رفتن خروار انگور میخریدن و شراب درست میکردن، گاهی خود بزا دعوت هم میکردن. عزیز اینا موقعی که میگیم انقلاب مداوم یعنی مجموعه ای از این مقاومت ها، گاهی خود هم شکل شدید و حتی مسلحانه میتونه به خودش بگیره که اون دیگه یه انقلاب واقعیه. همین در این سپاس. آقای محسن رضوانی خواهش میکنم فقط 2 دقیقه خودتون آن میوت کنید. آقای محسن رضوانی بس که اونجا نیستن دیگه و من رد میشم. آقای دلاور قدشناس. خیلی ممنونم استاد عزیز. من هستم اینجا ولی چطور حالا درست شد باید هر دو با هم با درست میکردم که صدا بدم. مگه اجازه بدین؟ باشه بس فقط 2 دقیقه لطف کنید. آخه یه ذره کم لطفیه به ایشون، مقدار زیادی تقریبا وقت دادید. یه ذره گفتی 3 دقیقه، حالا 2 دقیقه به نظر من 3 دقیقه باشه، اصلا هیچی نمیشه گفت اصلا. برای که اشاره میخواستم به این زحماتی که دکتر کشیده این سالها توضیح هم میدن، معمولا منم گوش میدم به صحبتاشون و مسیری که ایشون رفتن و ایران دوست باقی موندن با تمام به اصطلاح دانش علمی ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیکی دارن، نوشتن، ترجمه کردن و یک احساسی دارم که مناسبات بین این مسئله ایران دوستی حاکمین رو دقیق با ایران دوستی خودش خوب توضیح نمیده. نه اینکه نمیدونه ولی خوب توضیح نمیده. ایران دوستی ایشون تا اونجا که میدونم تعریف هایی که میکنن مردم دوستیه، یعنی مردم ایران رو دوست داره، میخواد زندگیشون خوب باشه، شادی باشه، همه این چیزها باشه. ولی وقتی که میرسیم به ایران دوستی این دوره که اینا موشک درست کردن و در مقابل آمریکا مقاومت کردن، یه جوری برای کسایی که میشنون به من میگن آقا شما این آقای محیط رو تعریفش رو دامن کردی تو این سالها، ولی الان یه جوری طرفداری از رژیم میکنه. هرچی میگیم نه بابا نمیکنه، بابا این داره یه حرفای دیگری میزنه. ولی فکر میکنم ما با یه مشکل روبرو. من جزو کمونیستای ایران دوست هستم، با حزب توده جدا شدم به خاطر اینکه نمیاندیشیدن مثل خودشون. صحیح سابقه خیلی طولانی تو این مبارزات همیشه داشتم و امروز هم یه کمونیست ایران دوست هستم. ولی در این حال سوال من اینه، این همه مارکسیستای دنیا تونستن با شرایط مشخص خودشون راه‌حل‌های کشور برای انقلاب دائمیشون، حالا هر چیز پیدا کنن، چرا مرتضی محیط این کار رو نکرد؟ چرا این همه سالها همش در حقیقت نقل قول از این کتاب به آن کتاب و البته خاطرات خودشو میاره میگه، تجارب خودشو به عنوان مدرک میاره میگه، ولی من به نظرم به جایی رسیده که حالا باید یک جمعی رو درست کرد، کارگروه درست کرد که ما بتونیم این بغرنجی های این انقلاب تورانی از دوران چه میگن 150 سال 140 سال که ایرانیا دست به همین علمی که شما میگی پیدا کردن، دانه دانه تک تک. صحیح آدمایی هم داشتیم که به عمق مسئله رفتن واقعا، یه کسایی مثل دکتر ارانی که از یک زاویه دیگری به اوضاع نگاه کرده. یعنی ولی چطور شده که ما نتونستیم راه حلی برای این وضعی که الان پیش اومده پیدا کنیم؟ چطور میشه که از کوبانی یک شعار میاد آسمان ایران رو میگیره و ما همه فریاد میکنیم امروز دقیقه شد. مرسی، خواستم اینو بهش فرصت نمیشده برای که یه طرف هست همیشه گوش میدم به حرفاشون، ولی اینجا یه فرصتی بود که حالا بعدها اگر فرصتی بشه بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد. مرسی، ممنون. تشکر. من بهرام میتونم یه چند بفرمایید. با تشکر از تذکری که دادید راجع به میهن دوستی جمهوری اسلامی، من هیچ وقت از میهن دوستی اینا، حتی خامنه ای با اینکه خیلی ادعا میکنه، صحبت نکردم. اینا اگه چنین اسلحه هایی دارن برای حفظ در واقع حکومت خودشونه. ما از یه دید دیگه ای به قضیه نگاه میکنیم و اونم تمامیت ارضی ایرانه. یعنی نظرم اینه، چرا اگه ایران تیکه تیکه بشه و فرضاً به سرنوشت یوگسلاوی، آیا این تیکه تیکه ها خوشبخت‌تر شدن؟ نظرم اینه که خوشبخت‌تر نشدن. و یا هر جایی که تجزیه میشه، از سودان بگیرید تا لیبی بگیرید و غیره و غیره. بنابراین اگه ما در فکر مردمیم باید بگیم که ایران این گربه باید سر جاش بمونه، تمامیت ارضی. حالا اگه شاه چیز میکرد اوکی نگه دارن. دشمن هم 28 مرداد یه آلترناتیو داشت، ایران سر جاش موند. 57 هم یه نمک زده تو نجف داشت، سر جاش موند. خمینی اصلا به نظر من ضد ملی‌گراترین آدم بود، در اینکه اعتقاد به امت مسلمان داشت و نه نیشن ستیت، اعتقادی به نیشن و ملت نداشت. و به هر حال میخواستم عرض بکنم که این نیست. و اما کار سیاسی، بنابراین این جواب قسمت اول که به نظر من اینا برای میهن دوستی حالا ممکنه خامنه‌ای یه چیزایی داشته باشه، ولی بقیهشون بقیه حفظ قدرت و ثروت خودشونه که میخوان. ولی این به نفع ماست که ایران سر جاش بمونه. کار سیاسی خوب شد که اینو مطرح کرد. مارکس هیچ وقت حزب تشکیل نداد، هیچ وقت، و میگفت کارگرها باید حزب به وجود بیارن، از من اگه دعوت کردن با کمال میل. حالا نمیخوام بزر چیز بکنم، درست این برای خود من اتفاق افتاد که من با کارگرای شرکت نفت و بعدش کار سیاسی که با وحدت انقلابی کردم که از 8 گروه تشکیل میشد چطور صورت گرفت. بنده هیچ وقت چیز رهبری و نمیدونم که حالا بیام حزب درست کنم، گروه درست بکنم و غیره، نه. کارگرا، زنان، بازنشستگان، اینا مبارزه میکنن، رهبران خودشون رو به وجود میارن. از ما روشنفکرها اگه دعوت کردن ما میریم به کمکشون با کمال میل. هم چیز اتحادیه کمونیستی کارگرای فرانسوی و انگلیسی از مارکس و انگلس دعوت کردن که ازش خواستن که مانیفست براشون بنویسه و نوشت. هم بین الملل اول کارگرها جمع شده بودن بازم در لندن، از مارکس و انگلس دعوت کردن 1864 بازم رفتن شرکت کردن. بنابراین به نظر من به لنین یه انتقاد داشتم سالهای ساله، کتاب چه باید کردش، که یک گروه که بزن فلان بهمدان اینا بیان، و روزا لوکسامبورگ به شدت ازش انتقاد کرد که گفتش این کاری که تو میکنی میتونه از حزب به کمیته مرکزی، از کمیته مرکزی به دفتر سیاسی و از دفتر سیاسی به یه نفر خاتمه پیدا بکن، که اینجوری شد. بنابراین این طبقه کارگری که باید حزب خودش رو، تشکیلات خودش رو به وجود بیاره و روشنفکرها باید در خدمت اینا باشن. وظیفه ما انتقال تجربیاتمونه و یا اگه مطالعه‌ای داریم اینا رو منتقل بکنیم به مردم و به طبقه کارگر. نظر من سالهای از اول اینجوری بوده. با سپاس. برای صرفه‌جویی در وقت دو نفر سوال بکنن که بعد وقت صرفه‌جویی بشه. برای همین خواهش میکنم آقای دلاور و خانم پریوش صحبتاشون رو بکنن. الان آقای دلاور شما شروع کنید. شما میوت هستین. بله آن میوت کردم. ممنونم برام خان. آقای دکتر خیلی ممنونم از تشریف فرماییتون عزیز جان. من شما رو از سالیان سال دنبال کردم و همیشه تحسینتون کردم جناب دکتر، و میدونم که چگونه از تلویزیون‌های متعدد شما به این طرف اون طرف پرتاب شدید، ولی من همیشه برنامه‌های شما رو به عنوان یه طرفدار شما همیشه گوش می‌کردم. اجازه بدید جناب دکتر من چند تا مطلب رو خیلی خلاصه در عرض این 2-3 دقیقه‌ای که فرصت دارم خدمتتون عرض بکنم. یکی این که من یک کتابی هست میخوام به شما توصیه بکنم که اگر فرصت کردید، به نام سالهای سکوت. این رو سالهای سکوت Years of Silence هم به انگلیسی هم به زبان فارسی ترجمه شده. من پدر و مادرم هر دو در ترکمنستان اشغاباد روسیه متولد شدند و بعد زمان استالین چندین نفر، 2 نفر از عموهای من به سیبری منتقل شدند. دایی مادر من رو بولشویک‌ها شکنجه کردند و کشتند. منظور من این که من سابقه ای از اوایل انقلاب و دوران روسیه در خانواده ما بوده، ولی همیشه متوسل به این بودم که واقعا ببینم چه میشه آخر، به هر صورت چه واقع میشه در این مملکت. جناب دکتر شما، من یه دوستی داشتم در پسرشون در چین بود و این پسر وکیل بود و شب خوابید و به خاطر برین mannerism, I think, did not wake up the next morning. همونجا از بین رفت. چندین سال طول کشید که تونستن بالاخره جسد این رو برگردونن به ایالت واشنگتن، به شهر بلویو واشنگتن. میخوام بگم در شما اگر چین باشید، مثلا خواسته باشید از یه شهری به شهر دیگه برید، 300-400 تا امضا میخوان از شما، یعنی به این آسونی نیست. من تحصیلاتم رو در امریکا در تگزاس کردم. وقتی از تگزاس آمدم کالیفرنیا در دانشگاه تدریس میکردم، هیچ کس از من نخواست به من بگه امضا بگیر، آقا امضا بده، بدونیم کجا بودیم، در چی آمدی. یک سری آزادی هایی در این امریکا بوده که حتی تمام دوستان شرکت کنندم واقعا واقف هستم و قبول دارم. ولی شما ببینید، من از شما سوال میکنم جناب دکتر، آیا صف کسانی که میخوان به روسیه برن، به چین برن، در جلوی سفارت کره شمالی وامیستن یا کوبا وامیستن، آیا ما اصلا صف متقاضی داریم؟ با اینکه تمام مطالب شما قابل تحسین و کتاب Killing of the Hope و بسیاری مسائل دیگری که واقعا انجام شده در دنیا قابل تحقیق است و ما اینها رو میفهمیم، ولی شما به من بفرمایید چرا تقاضا برای رفتن به کشورهای سوسیالیست وجود نداره؟ ما اصلا قابل مقایسه نمیتونیم ببینیم اون تعدادی که الان برای انگلستان و آلمان و فرانسه و ایتالیا و امریکا و کانادا که من هستم تقاضای ورود دارن، ولی ما این تقاضا رو اصلا در مورد کشورهای سوسیالیستی نمیبینیم. مطلب آخر من جناب دکتر این هست که در فیزیک شما میدونید باید برای اینکه ما بتونیم کاغذ رو بسوزونیم با ذره‌بین، باید اشعه توأم با هم باشه و تمرکز داشته باشه. من این تمرکز رو در چپ نمیبینم، من تمرکز رو در گروه هایی که چپ هستن نمیبینم که بتونن حتی با همدیگه همسویی و هم صدایی و هم نوایی داشته باشن. و این رو من خواهم از شما بپرسم به چه صورت قرار هست که به این صداتون شما میوت شدین دوباره میوت شدین. من منظور من اینه که به نظر من به جهان به صلاح جهان دولت جهانی معتقدم و معتقدم که اون چیزی که بشریت رو هدایت خواهد کرد اینه که از cancerous materialism، از ماده پرستی که در سیستم سرمایه‌داری وجود داره و حتی در شرق دنیا وجود داره به صورت سرطانزا این نفوذ کرده و ما در رسانه‌های تمام دنیا این رو ما شاهدش هستیم و این رو ما باید از خودمون به دور بکنیم. بی‌نهایت ممنون میشم شما به این مسئله جواب بدید. الان اگه ممکنه خانم پریوش هم صحبتشون بکنم بعد شما پاسخ بدید که به ظرف جویی بشه. آها، آن میوت کنین خودتون رو، هنوز میوتین. آن میوت نمیشین؟ آها نمیتونه. اوکی، پس بذارید من اجازه بدید من با سلام و درود خدمت آقای دکتر محیط که شما همیشه به ما افتخار میدین، توی کانون تشریف میارین برای سالهای سال، برای اینکه دوستان خیلی زیادی طرفدار شما هستن و به نظر میرسه که الان ما 52 نفر داریم که گروهمون هستن که دارن گوش میدن در اینجا. من خیلی از حضورتون متشکرم که تشریف آوردین، ولی یه سوالی داشتم، یه سوال متفاوتی ازتون دارم، میتونید قبول نکنین با تمام with all respect به تمام صحبت‌ها که کردین. من انتظار داشتم که امشب، نه به دلیل اینکه این انتظار متفاوتیه، شما نظر متفاوت دارین، منم متفاوت میبینم، شایدم اشتباه میکنم، ولی فکر میکنم که من انتظار داشتم که شما وقتی که امشب راجع به خیزش ایران مثلا میخواین صحبت بفرمایین، یه چیزی باشه که یک حرکت خودجوشی صورت گرفته. ببینین شما میفرمایین اگه کارگران جمع بشن از ما روشنفکر کمک بخواین که ما بهشون کمک بکنیم، ما میام کمک میکنیم. الان مردم ایران جمع شدن، دارن یک کار متفاوتی رو انجام میدن. یه کاری که اصلا هیچ کدوم از اپوزیسیون اینا هیچ کدوم نتونستن انجام بدن. دو گروه اومدن، من اصلا نمیشناسم، شما کتاب بیشتر از من خوندین، بیشتر از من میدونین، من نمیشناسم. الان من میگم دو گروه اومدن یک کار متفاوتی رو انجام دادن. یک آقایی به نام اسماعیلیون که شما اسمشون گفتین، دوستمونم بهش اشاره کردن، که همش حالت کانسپیرسی که حالا اینا اومدن با مثلا، چون صحبت شما بیشتر در این زمینه بود که هر بار که شما این مسئله میفرمایین که صعود به اصطلاح تیز سقوط امپریالیسم و صعود به اصطلاح چپ و چین و اینا، و به همین دلیله که من میگم که دو گروه اومدن، حالا دو نفر اومدن که متفاوت، یه چیزی اصلا من نمیگم غلط دارم میرن یا جلو دارم درست میرن. یه کسی مثل اسماعیلیون اومد 100,000 نفر رو توی چیز جمع کرد کانادا، یه کار متفاوتی انجام داد. یا خود همین مسیح علینژادی که شما انتقاد میکنین ازشون، ایشون هر دو اومدن یه کاری کردن که واقعا تونستن جنبش به اصطلاح چهارشنبه‌های سفید رو چیز کنن، شروع کنه، مثلا به عنوان همین چیزی که شما می‌فرمایید زنا روسری نمیذارن سرشون، همینجوری که نشده که دارن مردم زنای ایرانی با با پدر خودشون در آوردن. ببینیم هر مرحله رسیده. شما حتما بهتر از من میدونین، با کتاب‌های خوندین و با برنامه‌های به اصطلاح چیزای متفاوتی که داشتین، کتاب به اصطلاح بحث‌های متفاوتی که داشتین، کنفرانس‌هایی که داشتین. ولی من دارم میگم، من با همین عقل سلیم دارم میگم الان وقتی که دارن این کسایی که دارن امروز دارن هر روز آدم‌ها توی مثلا ماهاباد و سنندج و اینا دارن کشته میشن و اونا هم نیومدن که مثلا یک چیز کمیته به اصطلاح کارگریش رو تشکیل بدن و از شما به روشنفکر کمک بخوان. الان مردم دارن کشته میشن و دو نفر اومدن و تونستن آدم ها رو دور خودشون جمع کنن. مسیح علینژاد، دختر خاله من نیست که بعداً بگین که مثلا چیزی، و آقای اسماعیلیون، و اونم حالا به دلیل تراژدی که برای خودش اتفاق افتاده که تونسته که آدم‌ها رو دور خودش جمع کنه و یک همصدایی به وجود بیاره در سراسر دنیا، به سراسر ایران و ایران رو توی دنیا مطرحش کرده. حالا به هر حال یعنی ما برای خودمونم یه مرتبه شناخته شده که ما چه قدرتی میتونیم داشته باشیم. بنابراین من انتظار داشتم از شما، صمیمانه میگم اینو، بدون هیچ چیزی هم ندارم، واقعا انتظار داشتم که شما بر اساس این تجربیات چند ساله‌ای که داشتین، و هر بار من با اشتیاق میشینم حرفای شما رو تو کانون بنک، دوستان بسیار علاقه‌مندان همیشه هم مایلن که شما تشریف بیارین، گوش میدم حرفاتون و انتظار حرفای متفاوتی داشتم. یعنی فکر می‌کردم که شما میخوان یک نگاه متفاوت، ولی اینکه شما دوباره مسئله ایران مطرح کنین که مثلا ممکنه یه مرتبه جنگ داخلی بشه و مثلا یه مرتبه ممکنه که یه مرتبه یک ایران جدا بشه و نمیدونم از هم بپاشه و اینه، خب اینی که ما این همیشه ترس و وحشتی که ما همیشه داشتیم، ولی حالا که یک حرکتی صورت گرفته فکر کردم که شاید بتونیم شما یه پتانسیلای این خیزش، حالا حرکت، هر چیزی که میخواین اسمش رو بزنید، من رو اسما اصرار ندارم، ولی انتظار داشتم از شما با with all respect که شما یه مقدار این رو با یک زاویه دیگری ببینینش و شاید یه مقداری مثلا بگین ایران به کجا میرود، به جهان به کجا میرود، یک حرف متفاوتی رو شما مطرح بفرمایید. بازم خیلی ممنون از سخنرانیتون، متشکرم. من متفاوت فکر میکنم. مرسی. خیلی ممنون دکتر محیط، خواهش میکنم شما. اوکی. یکی راجع به چین دوستمون دلاور میخواستم چند کلمه ای. من به این عزیز پیشنهاد میکنم، یکی عرض شود که چندین کتاب راجع به چین نوشته شده، یکیش از آقای ژاک چی، اسم کوچیکش حالا یادم رفته، کتاب گنده‌ای نوشته، بانک 2009 نوشته، ولی بعدش چاپ‌های جدیدش به اصطلاح اومد که در چین چی داره میگذره. سیر حرکت در حال حاضر از همه دنیا به طرف چینه، از جمله از امریکا. یه زمانی بوده که خانواده های چینی، مثلا بگیم 30-40 سال پیش، تمام هستیشون رو میفروختن برای اینکه یکی از بچه‌هاشون وارد دانشگاه ییل یا هاروارد بشه. الان جریان عکسه. هم انترپرنورها، یعنی در واقع کارآفرینان، صاحبان صنایع، مهندسا، اونایی که میخوان یک کسب و کار و یا صنعت جدیدی رو تولید بکنن. فضای چین قابل مقایسه با امریکا نیست براشون. میرن به طرف چین. اینا رو شما باید مطالعه بکنید. تعداد زیادی امریکایی‌ها هستن که اونجا هستن و برنامه دارن و مرتب میگن که تو چین چی داره میگذره. باید اجازه بگیرن از این شهر به اون شهر برن. البته همچین چیزی نیست. با اون قطارهای سریع و سیری که امریکا حتی خوابش هم نمیتونه ببینه. بنابراین سیر اتفاقاً از همه جای دنیا برای بیزنس، برای کسب و کار. و در نتیجه چین اگر اینطور نبود میتونه چنین پیشرفت‌هایی بکنه. امریکا چرا در دهه 1860 تا برای اینکه این آزادی‌ها رو داشت. الان کلی به اسلام مانع بر سر راهش انواع. در چین این موانع فوق‌العاده کمتره. برای همینه که یه چیزی مثل علی بابا که فقط یه چیز کوچولو بود تبدیل به یه همچین غولی شده و سایر به اصطلاح کورپوریشن هاشون و این همه میلیاردر به وجود اومدن، این همه میلیونر. من فرصت نیست که چیزاشو به اصطلاح آماراشو براتون بدم. بنابراین نمیدونم شما اطلاعاتتون از کجا گرفتید. هر شود که چپ که گفتید تمرکز نداره، چپ متلاشی شده، داغون شده. نمیخوام واردش بشم که چرا، برای اینکه یه مقدار من خودم تجربه دارم. همین عزیزی که آقای رضوانی که صحبت کردن، چرا شما یه چیزی تشکیلاتی به وجود نمیاری، چرا حزب به وجود نمیاری. من میدونم که سرنوشت اینا چی میشه، در حالی که اگه خود کارگرا مثلا تشکیلاتشون رو به وجود میارن، میشناسن که کی به کیه. رفقای شما در هفت تپه کسی اسماعیل بخشی رو میشناخت؟ ببینید چه رهبری شد، چون کارگران میشناسن، از درون کارگرا اومده، نه اینکه یه روشنفکر از بیرون بیاد که نمیدونن کیه چیه بیاد رهبریشون رو به دست بگیره. این از این. و اما آقای حامد اسماعیلیون و خانم مسیح علینژاد، نمیدونم دوست ارجمند میدونن که خانم مسیح علینژاد کیه و چه پولی از CIA داره میگیره؟ برای من حیرت آوره. همینطور که شما انتظار داشتید که من چیز حرفایی بزنم، منم از شما انتظار داشتم که مسیح علینژاد رو بشناسید. ایشون بی حجابی و چهارشنبه‌های سفید رو به وجود آورد. شما یادتون رفته تظاهرات زنان در 8 عرشبت که روز زنان 8 مارس در سال 57 چه تظاهراتی مردم زنان ایران کردن؟ مسیح علینژاد زنان ایران رو داره چادر از سرشون برمی‌داره یا نمیدونن فلان. اینا از زیر کدوم بوته بیرون اومدن؟ حامد اسماعیلیون شما میشناسید کیه؟ از زیر کدوم بوته بیرون اومده؟ به کی وابسته است؟ اینا افراد فوق‌العاده مشکوکی هم. در کنفرانس هلیفکس که این دوتا رو معرفی میکنن به عنوان رهبران ایران، کنفرانس هلیفکس دوست ارجمند، میدونید کیه و چیه؟ اینا برای ما رهبر تعیین بکنن؟ اون وقت ما انسانهای بزرگی در ایران داریم، اینا بیان رهبری رو به دست بگیرن؟ من در حیرتم. در ایران ما انسان‌های بزرگی حتی در بین اصلاح طلب‌ها که این همه من ازشون، شما بعضی از تحلیل‌های همین اصلاح طلب‌ها رو تو روزنامه شرق و فلان اینا اعتماد بخونید، و یا انسان‌هایی مثل دکتر زرفشان، انسان‌های دیگه‌ای که الان نمیخوام همشون اسم ببرم، در ایران اسماعیلیون کیه که یه دفعه اینو علمش کردن؟ اینایی که اومدن در چیز، در برلین با پرچمای اوکراین، غیر از طرفدارای نئونازی ها و نئوفاشیستان، غیر از حشد طلبان، آقای اسماعیلیون میگه که ایران، امریکا و سایر کشورها باید تمام سفرای ایران رو بیرون بکنن، تحریما رو تشدید بکنن، با ایران مذاکره نکنن. یعنی چه؟ یعنی طرفدار حمله نظامیه به ایران. حامد اسماعیلیون، اینا آدم‌های فوق‌العاده خطرناکی هستند که باید در برابر اینا ما بایستیم و اینا را افشا بکنیم، نه اینکه ازشون طرفداری بکنیم. در این حد. مرسی. خیلی ممنون. خانم مهوش و بعدش آقای باجغلی. اگه ممکنه خودتون رو آن میوت کنین. با سپاس. صدا میاد؟ بله بله. با سپاس از آقای دکتر محیط و صحبتاتون که هم آموزنده بود و هم تأمل برانگیز. برای من دو تا سوال پیش اومد در مورد اون قسمتی که ایران به کجا می رود. اول اینکه اشاره کردید در صحبتاتون که در ایران، در رابطه با ایران باید یک دولت ائتلافی از درون کشور ایجاد بشه. سوالی که من دارم، آیا شما افراد و یا گروه‌های مورد نظر شما هستند که این دولت را تشکیل بدهند در حال حاضر که اسم بتونیم ببرید، حداقل یه چندتایی رو نام ببرید؟ سوال دومم در مورد مصاحبه اخیر تلویزیون چین با آقای رضا پهلوی بود. همطور که شنیدید این بسیار هم عجیب بود و حتی در جمهوری اسلامی هم به آن واکنشی نشان دادن و سفارت جمهوری اسلامی در چین شدیداً به اون اعتراض کرد و گفت که این مصاحبه تبعات دارد. میخواستم بدونم شما این موضوع رو چگونه میبینید؟ اوکی. با سپاس. آقای باجغلی هم لطفاً صحبت کنید. صدای من میاد؟ بله بله. با سلام به آقای دکتر محیط. من متاسفانه وقت خیلی کم هست و مسائل زیاده. اولا با تشکر اینکه اومدین در کانون صحبت کردین، ولی فقط به یه نکته بگم که من کاملا با دیدگاه شما 180 درجه اختلاف نظر دارم. فقط یه نکته، چون مسائل اینجا سخنرانی‌ها ضبط میشه، پرتغال و بریتانیا هیچ موقع وارد جنگ با هم نشدن. اون جنگی که شما در 1796 تا 1806 میگین بین اسپانیا بود، نه پرتغال. این یکی. دومی که شما ظلم زیادی رو به آقای حامد اسماعیلیون کردین. آقای حامد اسماعیلیون همسرش رو و دخترش رو در پرواز هواپیمای اوکراینی از دست داده. تا قبلش هم یک نویسنده است، دکتر دندانپزشک، و ایشون رمان نویسنده خوبی رمانا نوشته و وقتی که این حادثه براش انجام شد یه انجمن از کسایی که در عزیزانش رو در این هواپیما از دست داده بودن انجمن تشکیل داد و به دادخواهی برخواسته. اعلام هم میکنه که من کار سیاسی نمی کنم ولی میخواد دادخواهی بکنه و حقش هست و این آدم رابطه ارگانیک داره با جامعه ایرانی که 100,000 نفر رو در برلین به تظاهرات فراخوانده و در 150 تا شهر دنیا هم تظاهرات گذاشته و ایشون به طور طبیعی یک رهبریه که از درون جامعه خارج کشور به وجود اومده. ازش خواستن که بیا برو به جوونا بگن بیان تو خیابون، گفت من زمانی میگم که خودم در خیابان‌های تهران باشم، من به هیچ وجه در این مسائل ایران که درش نیستم دخالت نمیکنم، من هدفم در خارج که کار درستی هم هست افشاگری از رژیمی که تمام اون مسائلی که شما گفتیم تبعیض و فساد و غیره واقعا در حق ایشون. و شما یک اطلاعات غلطی که آقای تقیه ابوالحسینی هست صحبت کردن که ایشون در کنفرانس در فروم اینترنشنال سکیوریتی فروم هالیفکس بوده، ایشون نبوده و شما تصحیحش نکردین که خانم علینژاد بوده ولی ایشون نبوده، اصلا ایشون نمیخواد نرفته با رهبرای کسای دیگه. این که نخست وزیر کانادا رفته در تظاهرات شرکت کرده دست اون نیست که تظاهرات بوده ایشون اومده شرکت کرده. من این رو ملی ترین مردمی ترین آدم میدونم و با نظر شما که میگین مشکوک 100% مخالفم و فکر کنم ظلم زیادی بهش میشه روش فکر کنین. واقعا من شما رو آدم منصفی میدونم. با خانم مسیح علینژاد رو فرق میکنه. خانم مسیح علینژاد کارمند وایس آف امریکاست و در اون دادگاهی هم که تشکیل شد که علیهش گفتن قاضی گفت که هر جا میره باید بگی که من کارمند دولت آمریکا. با شما اینا در کنار آقای حامد اسماعیلیون میذارین واقعا ظلمه به ایشون. و ببینید این فرهنگ نخبه‌کشی در فرهنگ سیاسی ما خیلی غلطه. ایشون ادعای رهبری جنبش ایران نکرده، ایشون اومده فراخوان داده و مردمش هم به حرفش گوش دادن، اومدن در تظاهرات و کار درستی هم کرده. مسئله دیگه‌ای که به نظر من خیلی تعجب آقای دکتر محیط، شما از جنبش خیزش مردم ایران میگین، از شعار زن زندگی آزادی حرف نمیزنید. این جنبش جنبش انقلابیه، این جنبش مرکزش مسئلهش آزادی برابری زنه در جامعه مردم سالاره. این جنبش پیشگام جنبش های خاورمیانه است برای آزادی برابری، از جنبش تنباکو تا جنبش سبز رنگ مذهبی داشت. این جنبش یک دونه شعار مذهبی نداره و شما اینجوری این جنبش رو نادیده میگیری. خیلی تعجب میکنم ازتون. ببخشید که من کمی عدستم، من خیلی مسائل دیگه هم نوشته بودم و از واقعا تعجب کردم از این برخورد شما. خب بفرمایید دکتر محیط. اوکی. یک، شما انقلاب 1703 بین انگلیس و پرتغال رو که منجر به قرارداد متوئن شده برید مطالعه کنید. این یک. دو، آقای اسماعیلیون، من تو برنامه ها گفتم که در اثر یک حادثه دلخراش 2 نفر از عزیزانش رو از دست داده. منتها آدمی مثل احمد زیدآبادی که در ایرانه یه نامه نوشت خطاب به ایشون، بهش میگه که شما این عزیزان تو از دست دادی و به شدت ناراحتی از دست رژیم و به دلیل از دست دادن این عزیزانت، همسرت و دخترت. میخواید تو ایران حمام خون را بندازید؟ تو که میای میگی با ایران نه تنها امریکا نباید مذاکره بکنه. تمام سفارتخونه‌های ایران باید تعطیل بشه. خب شما پاسپورت کانادایی دارین، ناراحتی ندارین. ایرانیایی که میخوان ویزا بگیرن، که کار سفارت میخوان، باید چه کار بکنن؟ شما که میگه تحریم ها باید تشدید بشه و مردم ایران به گرسنگی کشیده بشن به امید اینکه رژیم رو بندازن، آیا غیر از هدفت، غیر از حمله نظامی به ایرانه؟ ایشون یه وطن پرسته، یه آدم وطن پرست این حرفا رو میزنه. ما همدردی با ایشون داریم که این عزیزانش رو از دست داده و باید اونایی که این هواپیما رو ساقط کردن محاکمه بشن در مراجع بین المللی. ولی با از دست دادن 2 نفر عزیز، رهبری انقلاب رو کسی به دست میاره؟ کسایی که تو ایران صدها به هزارانش استخوان خرد کردن، زندان کشیدن، شکنجه شدن، اینا چیز نیستن. اون وقت آره ایشون در کنفرانس چیز نبوده، ولی شما برید مطالعه بکنید که این 2 نفر رو، نه تنها علینژاد رو بلکه حامد اسماعیلیون رو به عنوان رهبر انتخاب کردن. بنابراین اینم از این، میخواستم این رو عرض بکنم که به هر حال این بنده برای ایشون به عنوان یه دندانپزشک، به عنوان یه نویسنده، به عنوان یه ایرانی احترام براش قائلم، ولی به سخنرانیش رو برید، متن سخنرانیش رو و ترکیب اون جمعیتی که اونجا بوده و بیرق‌هایی که اونجا بوده برید ملاحظه بفرمایید و چه کسایی ترتیب اینو دادن که جمعیت به شکل هواپیما، چیز هواییشو نگاه بکنید، به شکل هواپیما در اومده. ایشون اینو ترتیب داده، این 100,000 نفر رو. برید و ببینید کی ترتیب این گرد همایی برلین رو داده. اینا چیزاییه که اگه انسان، اگه ما به کشورمون علاقه داریم، به این چیزا باید توجه بکنیم. مرسی عزیز. چرا ایشون تو کنفرانس بودن؟ من بندش رو گذاشتم توی چت. آقای اسماعیلیون تو کنفرانس بودن؟ بله بله، من بندش رو گذاشتم توی چت، میبینید. اوکی، پس من نمیدونستم. نه نبودن. نه بندش رو گذاشتم، عکسشون. بس رو شخصی نکنید، من شما رو من میوت میکنم. برداشت من اینه که ایشون نبوده، فقط مسیح علینژاد بوده. حالا من دیگه ولی میدونم که هر دوشون رو به عنوان رهبران انقلاب ایران به اصطلاح معین کردن. نوبت آقای ایرج هست، خواهش میکنم آن میوت بکنین و بعدش هم آقای فرشید. سلام آقای محیط، خیلی خیلی تشکر میکنم. بحث شما رو من گاگای گوش میدم، ولی خب خیلی جالب بود برای من که تو اولین باره که بعد از یه مدت زیادی داخل کانون بحثی شد که ضد نیولیبرالیسمه و این برای من خیلی جالب بوده که ضد نیولیبرالیسمه. یعنی در حقیقت کانون تا یک حد زیادی بیشتر صحبت نیولیبرالیسم رو بیان میکنه، کرده تا حالا، که متاسفانه تقریبا میتونم بگم کانون تا حدی تصرف شده و الان شما اولین باری هستی، کسی هستین که اومدی و درست عکس نیولیبرالیسم رو بیان میکنه. من میخواستم یه نکته رو بیان بکنم اینجا که یک نکته اصلی که الان در سطح جهان وجود داره، مسئله وجود اومدن قطب‌های متفاوته، قطب دو قطب، مالتیلاترال ورسس یونیپولاریسم، مالتیپولاریسم ورسس یونیپولاریسم، که الان در سطح جهان داره اتفاق میفته. مالتیپولاریسم به شرکت چین و روسیه است و یونیپولار که آمریکا تا حالا سعی داشته بعد از این همه مدت این رو رشدش بده و قدرت کامل ترنی فایننس رو در سطح جهان پیاده بکنه به نفع خودش، با دموکراسی که به عنوان تروژن هورس توی این مدت استفاده کرده و دنیا رو بخواد از زیر سلطه فایننس بیاره و فاینانشالایز بکنه. این در مقابلش چین و روسیه و کشورهای دیگه الان در مقابلش واسطه که نمیخوان زیر سلطه ترنی فایننس کپیتالیزم قرار بگیرن، در صورتی که اینداستریال کپیتالیزم در کشورهای دیگه داره رشد میکنه و این باعث شده که کشورهایی مثل هم جمع بشن و سازمانهایی به وجود بیارن مثل SEO شانگهای کارپوریشن اورگانایزیشن و حتی برکس به وجود بیاد و این کشورها دارن خودشون از زیر سلطه دلار میارن بیرون یا خودشون از زیر سلطه ترنی پول جهانی یا بانک اف اینترنشنال ستلمنت میارن بیرون. این کار حرکت مثبتیه برای تمام کشورهای جهان که چه کار کنن که ایندیپندنسی خودشون حفظ بکنن به جایی که بیان کالانایز فاینانشال کپیتالیزم بشن. خیلی تشکر میکنم که این را بیان میکنی و اولین بار میبینم لااقل مخالف نیولیبرالایی که داخل کانون فراخوان میشن متاسفانه اینو بیان کردی. امیدوارم که این بحثا بیشتر انجام بشه تا این جریانات روشن بشه. خیلی تشکر میکنم. با سپاس. خواهش میکنم. آقای فرشید هم صحبت کنن. خیلی ممنون آقای دکتر محیط از بحثی رو که آوردین. من تمرکز بحثم رو مسئله ایران میذارم. ببینید شما گفتین مردم ایران از روز اول مبارزه کردن بر علیه همه اون تبعیض هایی که شما شمردین و به درستی این کار رو کردن. در جای دیگه شما گفتین که رژیم ایران رو کسی ازتون پرسید به میهم پرستی، گفتین که نه، رژیم ایران مسئله میهم پرستی براش مطرح نیست، مسئله امت مطرحه و غیره و غیره. بنابراین در حال حاضر چگونه میشه بین نیرویی که تمام تسلیحات نظامیش برای حفظ رژیم خودشه، حفظ یک رژیم مذهبی افراطی عقب افتاده، بین مردمی که خواهان به هر حال بخشی از آزادی‌های دموکراتیک در سطح جهان هستند، خواهان به هر حال زندگی معمولی هستند به قول اون شعر، بین اینها تفاهم ایجاد بشه، در حالی که هر روز تو خیابونای ایران بچه‌های نمیدونم 8 ساله و 12 ساله رو با تیر میزنن، میکشن. تو کردستان جنگ تمام عیار توی مهاباد راه افتاده و آشتی بین این دو گروه، بین گروه مردمی که خواهان یک سری خواستهای به اصطلاح به حق و درست هستند و با همین جنبش به زن زندگی آزادی آغاز شده، با دولتی که صرفاً به خاطر منافع خودش و برای حفظ خودش داره این جنایات رو میکنه، آشتی وجود نداره. یعنی شرایط آشتی با چنین سیستمی وجود نداره و اینها دلشون برای ایران نسوخته. در مجموع اینا در حال حاضر تا اونجایی که میتونن میدزدن، میبرن، در شرایط خیلی بحرانی هم فرار میکنن، در میرن یا گوشه دیگه دنیا میرن. مسئله تمامیت ارضی ایران برای اینها، اینایی که در رأس کار هستن، مسئله اساسی نیست. برای اینها حفظ قدرتشون به اصطلاح مطرح هست. بنابراین تفاهم بین این دوتا خیلی به اصطلاح کار مشکلی خواهد بود. من خودم تو تمام این تظاهراتی که اینجا هستش شرکت میکنم و در این حال که انتقاد دارم به خیلی از شعارهایی که داده میشه. مثلا هفته گذشته جلوی استیت دپارتمان آمریکا به اصطلاح شعار رژیم چنج میدن، رژیم چنج جلوی استیت دپارتمان آمریکا شعاری نظیر این میدن که خب بعضی از کسایی که تو تظاهرات شرکت بودن پلاکارتایی آورده بودن که ما چنج رژیم در ایران رو توسط خود مردم ایران میخوایم، نه توسط استیت دپارتمان آمریکا یا غیره. منتها خب به هر حال یه بخشی از این رهبری این تظاهرات و غیره و غیره اونجوری نگاه میکنه به مسئله، منتها چون مبارزه کلی مردم در داخل و هر روز ادامه داره، برای من خودم موقعیت میدونم که شرکت کنم در این حال که با شعارهای نظیر اون مخالفت کنم. خیلی متشکرم. با سپاس دکتر، اگر نظری دارین بگید. آره، راجع به نئولیبرالیسم من فرصت نکردم که بگم دنیا الان قطبندی ها چطوره، ولی به طور ضمنی من صحبت کردم که واقعا امریکا تئوریش در تمام اون اسنادی رو که من ازشون اسم بردم عبارت از تسلط بلا منازعه، رابطهش سلطه و تابعیته. فرضاً بانک جهانی و یا صندوق بین المللی پول موقع که قرض میدن 100 تا بند بهش وصله که کشورها رو از پا در میاره. فرضاً موقعی که دکتر مصدق از بانک جهانی کمک میخواست به هیچ وجه بهش نداد. موقعی که چیز شد، کودتا کردن، بلافاصله به شاه 54 میلیون دلار کمک کردن که پول گنده‌ای بود اون زمان. یعنی اینجوریه، در حالی که چین و روسیه نه 50 تا پایگاه دور تا دور کشور ما دارن و نه دخالت میکنن. فرضاً شما ببینید چین بانک عمران خان در پاکستان به شدت طرفدار چین بود، ولی حالا همین آقای چیز که اومده که عمران خان رو بیرون کرده با همه اینا اومد به دیدار چین. یعنی چین دخالت نمی کنه نظر سیاسی، فقط مسئلهش روابط تجاریه و پیشبرد نیروهای مولد است و رابطهش رابطه برابره و نه سلطه و تابعیت. از این جهته که به نظر من در آینده اینان که پیش میرن و نه اونهایی که به قول آقای جوزف بورل این آدم فاشیست که وزیر خارجه اتحادیه اروپا است میگه اروپا یک باغ سرسبز، بقیه دنیا جنگله. آدم چی به این بگه؟ اینجوری هم اینا. بنابراین دنیا به طرف اون کشورهایی خواهد رفت، برای همینه که در مسئله اوکراین الان امریکا و اروپا به علاوه دو سه تا از این جغله هایی که دنبالشن مثل کره جنوبی و عرصبت که ژاپن که اینا 15% از جمعیت جهان رو تشکیل میدن، 85% از جمعیت جهان تحریم نکردن روسیه رو، با روسیه موندن. هند رو نگاه کنید چقدر داره، عربستان رو نگاه کنید، همه اینا مصر، همه اینا میخوان وارد برکسیت و برای چیز شانگهای بشن. بنابراین آره، جابجایی های عظیمی در سطح جهانی داره صورت میگیره. و اما برگردیم به رژیم. خب فرشید عزیز، شما فکر میکنم سنتون طوری باشه که انقلاب یادتون باشه که چطور 90% از مردم مسلمون شده بودن جلو چشم خودم، دوستان خودم، فامیل خودم، همه نمازخون شده بودن، همه چادری شده بودن، همه رفتن استقبال خمینی. مردم خمینی رو آوردن، ازش حمایت کردن، 90%، بیش از 90%. چپ 90%ش دنبال خمینی بود. بنابراین میبایست اینا به قدرت میرسیدن، زیر نورافکن قرار میگرفتن. و من تو این مقاله‌ای که 22 سال پیش نوشتم گفتم که اینا با اومدنشون یه انقلاب فرهنگی به وجود میارن از طریق منفی. در اروپا به طور مثبت، اینا به طور منفی. یعنی مردمی که میخواستن چادر بزنن، شما ببینید رضا شاه به زور چادر رو برداشت. 90% از زنان مرد ایران خانه نشین شدن، از جمله مادر خود من که میخواست بره حموم، یه سپور چادر از سرش کشید پایین، قش کرد تو خیابون، توی کوچه. در نتیجه آخوندا شدن قهرمانان مردم. من همیشه گفتم که خمینی ساخته و پرداخته رضا شاه است. مردم میباید آخوندا را هم که قهرمانشون شده بودن امتحان بکنن و امتحان کردن. و حتی حسین شریعت مداری اذعان کرده که 90% از جوانان نماز اولیه‌اند، یعنی نماز نمیخونن. یعنی در واقع خمینی که میخواست ایران رو تبدیل به یک ملت امت مسلمان و مطیع بکنه، درست عکسش شده، تبدیل به یک ملت غیر مسلمان و شورشگر شدن که الان میبینیمش. بنابراین رژیم رو خب من توش بزرگ شدم، میدونم که کیان و چیان، و در نتیجه به قول شما مردم میدونن که اینا در درجه اول. حالا ممکنه آدمای وطن دوستی هم بینشون پیدا بشه، همه که به حساب وطن فروش یا چیز نیستن، آدمای خوبی هم دار بینشون پیدا میشه، ولی سیستم به طور کلی، من گفتم سیستم از سر گندیده بود، یعنی از خود خمینی که یه آدم قرون وسطایی و آدم خار بود. از اول من میگفتم به بچه های چپ که این یه آدم خطرناکه. متاسفانه بخش عظیمی از چپ رفت دنبالش. دکتر محیط، از ساعت از 10 گذشته شما مایلید ادامه بدید یا نه؟ اگه مایلید 4 نفر دیگه، من فکر میکنم بچه هم خسته شده باشن، بنابراین میتونیم تمام کنیم. میل شماست. 4 نفر دیگه تو نوبت داریم. به هر حال جناب محیط، شما تصمیم گیرنده اید. رسم قانون اینه که وقتی که از ساعت 10 گذشت، چون ما معمولا برنامه ساعت 7:30 تا 10، ما اجازه میگیریم از سخنران. اگر سخنران اجازه داد ادامه میدیم، اگر اجازه نداد که طبیعتاً تشکر میکنیم و خیلی ممنون از این که بودین. حالا اگر بس میگم باز همش در دست شماست. تشکر عزیز. منم فکر میکنم 3 ساعت طول کشیده، چقدر 2 ساعت و نیم. به هر حال بچه‌ها دیگه خسته میشن عزیزان، و در نتیجه منم شب بخیر میخوام بگم. مرسی از اینکه وقت گذاشتیم برای ما امشب. یک دنیا ممنون. دوستان عزیز، خانم آقای امیری، خانم شاهین و جناب ناظر، شرمنده از اینکه به هر حال زمان به اندازه کافی نبود و شما سوالاتون رو نمیتونین بکنین. میتونین حالا این سوالات رو ایمیل کنین برای جناب. بله. من ایمیل رو خواهم گذاشت. حتما. با کمال میل. مرسی جناب محیط. شب خوبی داشته باشین. همچنین شبتون خوش، لطفتون زیاد و تشکر از دعوتی که کردید. خیلی ممنون. مرسی عزیز. شب بخیر.